با سلام و درود فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از طریق یوتیوب و رادیو و تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال می‌کنند. جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان رو در تاریخ 13 نوامبر سال 2022 در ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی آغاز می‌کنیم. طبق روال گذشته و همیشه من در ابتدا سخنرانان و موضوع سخنرانیشون رو خدمت شما بزرگان عرض می‌کنم و بعد می‌پردازیم به جلسه. جناب آقای علی فروتن با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در مهر ماه 1401 سرکار خانم سمانه بیرجندی با ماده 2 اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای محمد مهدی خسروپناه با وضعیت درابیش گناه‌آبادی در ایران، سرکار خانم لیلا رمضان با موضوع ادیان و مذاهب که ما اختصاص داره به بهائیت، جناب آقای رضا شایگان با موضوع نقض حقوق شهروندان اهل سنت. در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم که بحث آزاد این ماهمون موضوعش از حق حیات سال روز آبان 98 که خب میدونید دوستان توی آبان هستیم و به همین خاطرم این موضوع انتخاب شده تا در رابطه با اون اعتراضات و این اعتراضاتی که الان در حال اتفاقه کمی صحبت کنیم و تبادل نظر کنیم. دوستان هم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه و نظراتشون رو با ما به اشتراک بذارن. من در ابتدا دعوت میکنم از جناب آقای علی فروتن تا گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در مهر ماه 1401 رو به اطلاع شما برسونم. جناب آقای فروتن بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. با درود فراوان خدمت همه دوستان عزیز حاضر در جلسه، با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در مهر ماه 1401 در خدمت شما هستم. ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق یا به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آنها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار دادند. بازداشت عالم اهل سنت اشنویه توسط نیروهای امنیتی نظام به دلیل انتقاد از برخورد نیروهای امنیتی با معترضان. روز جمعه 1 مهر ماه یک روحانی اهل سنت کرد به نام ماموستا ملا انور رستگار، امام جماعت روستای شیخان، از توابع اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این روحانی اهل سنت در خطبه روز جمعه از سیاست‌های حکومت ایران و برخورد نیروهای امنیتی با معترضان به قتل حکومتی مهسا امینی انتقاد که پس از این سخنرانی وی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی ماموستا ملا انور رستگار را در جاده اشنویه پیرانشهر ربوده و او را بازداشت کردند. این خبر نقض ماده 9 عدم توقیف و حبس یا تعبید غیرقانونی و ماده 19 حق آزادی بیان می باشد. حصر خانگی دختر بلوچ و فشار بر پدر مولوی نقشبندی برای تکذیب بیانیه پسرش. روز دوشنبه 4 مهر ماه 1401 در پی انتشار بیانیه مولوی عبدالغفار نقشبندی در خصوص تایید تجاوز صورت گرفته به دختر بچه 15 ساله بلوچ، هر دو ارگان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به دیدار مولوی فتی محمد پدر حافظ عبدالغفار رفته و خواستار تکذیب بیانیه پسرش شدند. نیروهای امنیتی پس از چند ساعت بازجویی و فشار روانی تلاش کردند اظهاراتی از وی ضبط کرده
و روی برگه نیز پیاده کنند. در همین حال گزارش شده که نیروهای امنیتی از مولوی فتی محمد نقشبندی پدر حافظ عبدالغفار نقشبندی خواستند که صلاحیت اظهار نظر در رابطه با تجاوز به دختر 15 ساله بلوچ توسط فرمانده انتظامی چابهار را بر عهده مسئولان قضایی بداند. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 5 شکنجه ممنوع می باشد. اعتصاب قضای مصطفی سرجانی زندانی سیاسی عقیدتی اهل اهواز در زندان مرکزی زاهدان و وخامت آل وی. روز 19 مهر ماه 1401 مصطفی جاسمی سرهانی معروف به مصطفی حلالی زندانی عقیدتی سیاسی سنی مذهب اهل اهواز به دلیل لغو مرخصی و عدم موافقت با آزادی مشروط از 13 مهر ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد و وضعیت جسمانی وی وخیم گزارش شده است. این زندانی سنی مذهب که چند سال است خانواده پدری خود را ندیده است، متعل و دارای دو فرزند خردسال بوده و سالهاست که از بیماری های معده، کلیه و قلب به شدت رنج میبرد. چندین بار تقاضای آزادی مشروط کرده و اما هر بار درخواست وی از سوی دادگاه انقلاب اهواز و دادستانی رد شده است. حبس این زندانی با استفاده از ماده ادغام به 10 سال کاهش پیدا کرد و مجددا بعد از پیگیری خانواده و وکیل او نهایتا با اعمال ماده 442 از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی شاهینی به 7.5 سال کاهش پیدا کرد و اکنون در حال سپری کردن محکومیت خود می باشد. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 3 حق حیات برای همه می باشد. احضار امید سلیمانی امام جماعت مسجد جامع بانه به دلیل حمایت از مظلومین زاهدان. امید سلیمانی امام جماعت مسجد جامع بانه و از امضا کنندگان بیانیه محکومیت جمعه خونین زاهدان به اداره اطلاعات احضار شد. گفتنی است که هفته گذشته جمعی از علما، مدرسان، امامان جمعه و جماعت مناطق کردنشین با انتشار بیانیه از مطالبات دینی و قانونی ملت ایران اعلام حمایت کردند. این خبر نقض ماده 19 حق آزادی بیان می باشد. بهاییان پیام ولی و سپهر ضیایی شهروندان بهایی بازداشت شدند. روز شنبه 2 مهر ماه 1401 پیام ولی و سپهر ضیایی شهروندان بهایی در تهران و کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 8 نیروی وزارت اطلاعات به محل کار پیام ولی در کرج مراجعه و همراه با ضرب و شتم اقدام به بازداشت این شهروند بهایی کردند. سپس نیروهای امنیتی منزل وی را مورد تفتیش قرار دادند که در این میان ادیب پسر آقای ولی نیز مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت. ماموران شماری از وسایل شخصی از جمله تلفن همراه و لپتاپ ادیب ولی را ضبط کرده و با خود بردند. همزمان 15 نیروی امنیتی ضمن مراجعه به منزل سپهر ضیایی شهروند بهایی ساکن تهران اقدام به بازداشت وی کردند. ماموران ضمن تفتیش منزل برخی از وسایل شخصی اعضای خانواده از جمله دستگاه‌های موبایل، لپتاپ و کامپیوتر، مدارک بانکی و شخصی و مقداری وجه نقد را ضبط کرده و با خود بردند. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و ماده 9 عدم توقیف حبس یا تعویض غیرقانونی می باشد. بازداشت یک زوج جوان باهایی در تهران. ساعت 2:30 صبح روز شنبه 2 مهر ماه 1401 ماموران به منزل یک زوج جوان باهایی به نام آرش زمانی و ارمغان ذبیحی در شهر تهران هجوم برده و پس از بازرسی منزل این دو تن را بازداشت کردند. خانواده این زوج جوان هیچ اطلاعی از نحوه دستگیری، اتهام و محل نگهداری آنان ندارند. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 9 عدم توقیف حبس یا تعویض غیرقانونی می باشد. تداوم بازداشت عنایت الله نعیمی شهروند بهایی در زندان دستگرد اصفهان. عنایت الله نعیمی شهروند بهایی ساکن اصفهان علی‌رغم گذشت 16 روز از زمان دستگیری در زندان دستگرد اصفهان در بازداشت به سر می‌برد. بی‌خبری از وضعیت این شهروند و افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان وی منجر شده است. یک منبع مطلع از وضعیت آقای نعیمی به هرانا گفت تداوم بازداشت این شهروند بهایی در حالی صورت می‌گیرد که وی به بیماری قلبی و تنگی نفس مبتلا است و
علی‌رغم پیگیری‌های خانواده وی تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت او در دسترس نیست. روز یکشنبه 9 مرداد ماه امسال نیز عفیف نعیمی از اعضای سابق مدیران جامعه بهائی ایران موسوم به یاران ایران و برادر عنایت الله نعیمی همزمان با 6 شهروند بهائی دیگر توسط نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون می باشد. تداوم بازداشت 3 شهروند بهائی در تهران و مشهد، آرش زمانی فراهانی، ارمغان زبی مقدم و سیروس زبی مقدم شهروندان بهائی علی‌رغم گذشت 23 روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بلا تکلیفی به سر میبرند. از میان آنها آرش زمانی فراهانی و ارمغان زبی مقدم همکنون در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین و سیروس زبی مقدم در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به سر میبرند. از میان آنها آرش زمانی فراهانی و ارمغان زبی مقدم زوج ساکن تهران روز شنبه دوم مهر ماه در منزل شخصی خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. همچنین سیروس زبی مقدم که پدر ارمغان زبی مقدم و ساکن مشهد است همزمان در روز شنبه دوم مهر ماه در مشهد بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل شد. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون می باشد. آتش سوزی در اوین، بازداشت و بیخبری از وضعیت بدی خازعی شهروند بهایی. بدی خازعی شهروند بهایی ساکن بندرعباس هفته گذشته در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی پس از وقوع رخدادهای اخیر در زندان اوین هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و پیگیری های خانواده و آشنایان در خصوص آخرین وضعیت آقای خازهی بی نتیجه بوده است. وی برای انجام کارهای اداری به تهران رفته بود که روز 15 یا 16 مهر ماه توسط شماری از نیروهای لباس شخصی به همراه دوستانش در خیابان بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل می شود. پس از اینکه متوجه می شود بدیعی بهایی است، وی را به زندان اوین منتقل می کنند. بدی پیش از آتش سوزی در یک تماس تلفنی از انتقالش به زندان اوین خبر داده، اما پس از آتش سوزی در زندان هیچ تماسی با خانواده نداشته. خانوادهش از بندرعباس به تهران سفر کردند تا خبری از او بگیرند، اما مسئولین زندان اوین مدعی شدند که بدی در این زندان نیست، که همین مسئله باعث افزایش نگرانی خانواده او شده است. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون می باشد. علی‌رغم مشکلات پزشکی، تداوم بازداشت کامیار حبیبی شهروند بهایی در زندان قزل‌حصار کرج. کامیار حبیبی مربی موسیقی و شهروند بهایی ساکن کرج، علی‌رغم مشکلات پزشکی در بازداشت و بلا تکلیفی در زندان قزل حصار کرج به سر می‌برد. آقای حبیبی در تاریخ 19 شهریور ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. پزشک متخصص وی نامه مبنی بر اینکه آقای حبیبی به بیماری پانیک عصبی مبتلا است و توان تحمل شرایط بازداشت را ندارد، بازپرس مربوط از پذیرش نامه امتناع کرده است. کامیار حبیبی در روز شنبه 19 شهریور توسط نیروی امنیتی بازداشت و در روز چهارشنبه 27 مهر ماه به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده است. ماموران ضمن تفتیش منزل برخی از وسایل شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 3 حق حیات برای همه و ماده 6 ارزش انسانی در همه جا می باشد. تداوم اعتصاب غذای سیاوش حیاتی، سخنگوی بازداشتی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان. سیاوش حیاتی، سخنگوی بازداشتی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان که از 10 روز پیش تا کنون در اعتصاب غذا به سر می‌برد، ممنوع الملاقات شده است. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 3 حق حیات برای همه می باشد. بازداشت آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی توسط نیروهای امنیتی در تهران.
روحانی منتقد توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران ضمن تفتیش منزل این روحانی برخی از لوازم شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده آیت الله معصومی تهرانی در این خصوص گفت یک شنبه حوالی ساعت 9 صبح توسط 6 نفر از نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد و ماموران ضمن تفتیش منزل برخی از وسایل وی را ضبط کرده و با خود بردند. روحانی منتقد و ساکن تهران روحانی منتقد ساکن و منتقد و ساکن تهران است که به دلیل فعالیت ها و نظرات خاص فقهی خود بارها تم برخوردهای امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی را چشیده است. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی بیان و ماده 9 عدم توقیف حبس یا تعویض غیرقانونی می باشد. مرسی، ممنونم از اینکه وقت رو به من دادید که بتونم اخبار نقض حقوق بشر رو اعلام کنم و اخبار آقای ناصری خیلی زیاده. من به قولن یه چکیلی از اخبار رو به قولن تونستم که اعلام کنم. ممنون از اینکه وقتی که گذاشتید و گوش دادید. ممنونم آقای فروتن، دست شما هم درد نکنه. سپاس از شما، خسته نباشید برای تهیه این گزارش. از دوستان همراهان عزیز، اگر در رابطه با گزارش ارائه شده نقطه نظر یا دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. خب سپاس از همه. سراغ سخنران بعدی میریم. سخنران بعدی ما سرکار خانم سمانه بیرجندی با ماده 2 اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سرکار خانم بیرجندی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سپاسگزارم جناب ناصری. عرض درود و احترام دارم خدمت همه همکاران عزیز. خب اول باید اینطوری توضیح بدم در مورد این مسئله که حقوق بین الملل عمومی هیچ وقت تبعیضی رو چه به دلیل تفاوت تو جنسیت، سن، نژاد، رنگ، زبان و یا چه اختلاف در دین بر نمیتابه و بر اساس اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی همه آحاد بشر صرف نظر از نوع تعلق دینی و مذهبی یا عدم تدین از حقوق مساوی برخوردارن. ماده 18 اعلام جهانی حقوق بشر هم که میگه هر کس حق داره از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شه و این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین آزادی اظهار عقیده و ایمان و شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی هم هست. همین مضمون هم در بند دوم ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم تکرار شده. حقوق داخلی همه نظام‌های دموکراتیک هم با قبول اصل جدای دین از دولت به تساوی ادیان و منع تبعیض بین پیروان مختلف حکم می‌کنه. به عکس نظام‌های دینی از جمله زرتشتیگری، مسیحیت و اسلام به طور سنتی تنها تدین به دین خود را موجب نجات ابدی می‌دونند. اینجا اختلاف بین نظام حقوق بشر جهانی و حقوق بشر دینی مخصوصا حقوق اسلامی از حیث آزادی مذهبی غیر قابل انکاره و نظام حقوق بشر جهانی هم بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر بر آزاد بودن هر فرد در انتخاب هر عقیده دینی و انتساب به هر مذهبی یا تغییر مذهب یا عدم تدین تاکید داره، چنانکه اعلامیه محو انواع نابرابری و تبعیض مذهبی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 25 نوامبر 1981 با تاکید بر آزادی مذهب و نفی اجبار و اکراه مذهبی همه افراد بشر رو به حیث تعلق دینی و مذهبی با هم مساوی اعلام میکنه و با پذیرش اصل کثرت‌گرایی دینی بر عدم تبعیض مذهبی تاکید میکنه و این در واقع به این معناست که بین پیروان ادیان مختلف تبعیضی وجود نداره و نظام حقوق بشر جهانی قائل به پلورالیسم و کثرت‌گرایی دینیه. مهمتر اون که بند سوم ماده 21 اساسنامه تأسیس دیوان کیفری بین المللی هم اعلام میکنه
که دولت‌های امضا کننده این معاهده باید در روابط درونمرزی و برونمرزی خود بدون هیچ گونه تبعیضی بر اساس تعلقات مذهبی و چه جنسیت و سن و نژاد و رنگ و غیره معیارهای حقوق بشری جهان رو رعایت کنه. اما اینجا از بین 7 دین بزرگ جهانی که حالا آیین‌های هندویی، بودایی، تائو، یهودی، مسیحیت و اسلام حائز اهمیت، از بین اونها بیش از همه اسلام و مسیحیت در طول تاریخ هر دو به مثابه ادیانی بالقوه جهانی و جهان شمول بیش از دیگر ادیان انحصارگرا و غیر قابل جمع بودن، به این معنی که این دو دین معتقدند که هر یک مستقلن تمام حقیقت و حائزند، نه اون که هر کدام توامان دارای بخشی از حقیقت باشند. بنابراین یک مسیح و یا مسلمان در برخورد عقیدتی با یکدیگر یا باید طرف رو مغلوب و محکوم کند یا باید به دین طرف مقابل بگروم. به همین جهت البته من این توضیح رو میذارم در آخر این بحث میگم خدمتون. در حقوق بین الملل عمومی بر اساس حقوق بشر جهانی اصل تساوی همه انسان ها همچون که قبل گفتم بی توجه به تدینشون هست و در واقع بر اصل کثرت‌گرایی هستش و بر اساس فتوای فقیهان منکران نبوت پیامبر اسلام، یعنی همون پیروان همه ادیان غیر اسلام، نجس هستند. به نحوی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین عادی همواره تبعیض بر ادیان غیر از اسلام اعمال میشه. حقوق بین الملل چون تبعیضی رو در واقع قائل نمیشه و تفاوتی هم در جنسیت و سن و همچنین دین بر نمیتابه، حقوق بشر رو بر آزاد بودن هر فرد در انتخاب هر عقیده و دین و انتساب به هر مذهبی یا تغییر مذهب تاکید میکنه. با توجه به اینکه مذهب رسمی ما به عنوان هویت ایرانی به قانون اساسی در دوران مشروطه وارد شد، در حالی که مفاد اون قانون با اقتباس از قوانین اروپایی فرانسه و بلژیک و با هدف ایجاد جامعه دموکراتیک نوشته شده بود، اما مذهب رسمی مبنایی شد برای اعطای امتیاز بیشتر به پیروان اون مذهب و حذف و نفی حقوق دیگران. از این بیش یک نظام سیاسی با پذیرش اصل مذهب رسمی خود را ملزم به بنای حکومت دینی میکنه که بعد از گذشت سالها از تصویب مذهب رسمی به عنوان یک اصل غیر قابل تغییر در قانون اساسی ایران به استناد اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی، دین رسمی ایران اسلام، مذهب جعفری اصل اشعریه و این اصل هم علل ابد غیر قابل تغییره که با توجه به ویژگی های فرهنگی و مذهبی جامعه ایران در صورت تغییر قانون اساسی در یک فرایند دموکراتیک و آزاد ضرورتی برای تعیین مذهب رسمی وجود نداره. البته در قانون اساسی مشروطه اشاره هم به مذهب رسمی نشده بود، اما بعدها در متمم قانون اساسی و در ماده اول متمم این موضوع مندرج شد. اما متاسفانه علی‌رغم حمایت کامل حالا نظام حقوق بین المللی، ایران به هیچ وجه از آزادی مذاهب، یعنی از آزادی تمام مذاهبی که هست درش حمایت نمی کنه، بلکه به شدت باش مبارزه می کنه. برای نمونه هم اصل اول قانون اساسی ایران هست که شعار میده حکومت ایران جمهوری اسلامیه و میتونه سنگ بنای تمام تبعیضای دینی در ایران بشه. خب این پروازه که وقتی حکومتی دین رسمی حکومتی رو اسلامی میدونه و تمام امکانات خودش رو در راستای ترویج اون بسیج میکنه، بزرگترین تبعیض قانونی و سیستماتیک رو در قبال سایر ادیان در کشور بنا میکنه. اصل 5 همین قانون اساسی هم منعکس کننده همین تبعیض گسترده است که میگه ملت ایران توسط یک ولی یا امام اداره یا رهبری میشه که این شخص ولی فقیه
و ولایت فقیه یک مفهوم وام گرفته از فقه شیعه است که در آن تمام ارکان مدیریتی جامعه باید زیر نظر این مقام دینی فقه شیعه باشند. بنابراین اساساً پیروان سایر ادیان نه تنها مورد تبعیض واقع میشن که در اداره امور کشور هم عملاً از چرخه قدرت خارج میشن. اما اصلی ترین منبع تبعیض دینی و همچنین محدودیت دینی در جمهوری اسلامی نشأت گرفته از اصل 12 قانون اساسیه که در قبل گفتم دین رسمی ایرانه، مذهب جعفری اثنی‌عشریه و این اصل هم الالابد غیر قابل تغییره. هرچند که در اصل 13 و 14 قانونگذار در قبال ادیان مسیحیت و یهود و زرتشت انعطاف به خرج داده و آنها رو جز ادیان مورد حمایت قانون میدونه، اما این انعطاف در عمل اجرا نمیشه و پیروان این ادیان رسما عملا از محدودیت های پرشماری رنج میبرن. علاوه بر اون پیروان سایر ادیانی که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمیت ندارن مثل بهائیان اولا نه تنها محدود که در حکم شهروند عادی ایران هم تلقی نمیشن و دامنه اچاف در حق اونو بسیار فراتر از حد تصوره. اما مصادیق پرشمار نقض حقوق پیروان اگر بخوایم در موردش صحبت کنیم، این حقیقت تصدیق میکنه که بنابر تبعیض رسمی و قانونی و حمایت حکومت از مذهب شیعه، عملا سایر ادیان و مذاهب که جزء تشیع و مذاهب جزء تشیع که دین رسمی حکومتیه در بقیه در معرض تبعیض هستند. از نقض حقوق بشر پیروان اهل تسنن گرفته تا دستگیری نوکیشان مسیحی و سرکوب و شکنجه گسترده بهایان ایرانی که نمونه‌های زیادی از این انعطاف در حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب میشه اشاره کردش. هرچند که سایر پیروان ادیان رسمی از جمله پیروان دین مسیح در مجلس شورای اسلامی نماینده دارن، اما تبعیض‌های زیادی در جامعه در حق همین شهروندان هم جاری میشه. بعد از انقلاب 57 حدود 40 و چند سال حتی یک بنای دینی مربوط به مسیحیان یا کلیسا در ایران ساخته نشد و همونچه که امروز هست مربوط به بیش از 40 و چند سال قبل هستش. یعنی در این سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها کلیسا بلکه اجازه ساخت کنیسه و آتشکده نیز به پیروان سدین رسمی هم دادا نشده. بهای ایران بعد از استقرار جمهوری اسلامی هم به دشمنان خانگی خودساخته نظام اسلامی در ایران مبدل شدن. کتابای بسیاری در باطل بودن آیین بهایی در ایران به چاپ رسید که تنها در یک وبسایت شماره اونها 350 تا کتاب ذکر شده بود، که مسئله اون هم اینه که این تخریب فرهنگی صرفا به اینجا محدود نمیشه، بلکه به صورت عملی بهایان ایران از بسیاری از حقوق شهروندی خودشون محروم میشن. در رابطه با دانش آموزان بهایی که به صورت رسمی و به اساس سخن خود وزیر آموزش پرورش زمان حق تحصیل در مدارس ایران رو ندارن، اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه کشور هم یا عدم اجازه ثبت نام اونها در دانشگاه هم از موارد نقض حقوق اولیه این ادیان محسوب میشه. در کنارش ممانعت از فعالیت‌های اقتصادی با توجه به اینکه حق کار جزء حقوق اولیه انسان‌ها هست تکان دهنده است. برای مثال در یک مورد 28 شهروند بهایی به مدت 8 سال پلم مغازه‌های خودشون توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی از حق فعالیت اقتصادی و کار محروم بودن خبر دادن و از این مثال ها بسیار زیاد میشه پیدا کرد، که حالا در نمونه های دیگه این تبعیضات شهروندان بهایی از اخذ کارت ملی محروم شدند، به این صورت که اداره ثبت احوال با حذف گزینه سایر ادیان عملا شهروندان متقاضی دریافت کارت ملی رو مجبور کرد که از بین 4 دین که حالا به رسمیت شناخته شده یکی رو انتخاب کنه. اما احداث آخرین مسجد یا بنای مذهبی اهل سنت ایران هم برمیگرده به دوران قبل از انقلاب.
اینم در حالی که مساجد اهل تسنن بارها از سوی نیروهای امنیتی هم مورد تعرض قرار گرفته یا تخریب شده یا اجازه ترمیم و مرمت هم به اهل تسنن داده نشده و بسیاری از مسجدها و بنای مذهبی اونها در حال تخریب یا فروپاشی هم هست. همچنین باید به توهین هایی که از تریبون های رسمی حکومتی به پیروان اهل تسنن میشن اشاره کرد که بارها از جانب مدعیانی که در ارتباط نزدیک با دستگاه حکومتی دارند صادر میشه و همچنین شبکه های مختلف تلویزیونی به پیروان سنی دین اسلام اهانت میکنند که حاکی از نبود اراده قوی برای حمایت از سایر ادیان جز تشیع هستش. مورد بعدی دراویش هستن که از دیگر گروهایی هستن که قانون اساسی جمهوری اسلامی اونها رو به رسمیت نمیشناسه و به همین دلیل اونها رو بخشی از حقوق خوش محروم میکنه. تخریب حسینیه دراویش گنابادی هم سابقه چندین ساله داره و در موارد بسیار تکرار شده و تخریب حسینیه دراویش گنابادی اصفهان، بروجرد، قم از جمله مصادیق پرشمار تضییع حقوق اونها به شمار میاره. اما مسئله به اینجا محدود نمیشه و در چند سال اخیر فشار جمهوری اسلامی بر دراویش گنابادی به اوج خود رسیده تا جایی که بعد از سرکوب خیابونی اونها قطب و دراویش توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در حصر شد که سرانجام در حصر هم فوت کردن. اما نکته آخری که میخوام خدمتون عرض کنم در مورد حالا آزادی مذهب در چارچوب قانون اساسیه که بر اساس قوانین شواهد گزارش های موجوده که در ایران جز آیین تشیع پیروان سایر ادیان عملا در سختی به سر میبرند و یا از حقوق مذهبی و آزادی شخص خودشون منع شده، اما سوال اینجاست که آیا به لحاظ حقوقی در چارچوب هویت قانون اساسی میتونن به سمت بهبود برابری حقوق پیروان ادیان و آزادی اونا پیش بره که متاسفانه راه حل حقوقی هم برای این کار اون هم در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی پیش بینی نشده، چرا که بر اساس اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی شیعه اثنعشریه و تکرار میکنم مجددن که الالعبد ثابت و غیر قابل تغییر. بنابراین قانون اساسی عملا رو هر گونه رفراندوم اصلاح قانونی اساسی در این مورد رو بسته و در چارچوب این قانون تغییر این اصل امکان پذیر نیست و از اون مهمتر ذکر این نکته است که تمامیت قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک کل منسجم جوهره مذهبی داره و در رژیم سیاسی فعلی حاکم بر ایران به وضوح حکایت از دینی بودن حکومت داره یا نهاد ولایت فقیه همچنین شورای نگهبان و نیز مجلس شورای اسلامی تمام این نهادهای سیاسی اساساً نهادهای مذهبی و وام گرفته از مذهب تشیع هستند که بر مبنای ولایت و ریاست روحانیون شیعه بر کل جامعه و جهان در واقع شکل گرفته و لذا برای رسیدن به یک جامعه سکولار با حقوق مذهبی برابر برای تمام شهروندان و همینطور آزادی مذهب نه تغییری بنیادی یا جزئی بلکه نیازمند نوشتن قانون اساسی جدید بر مبنای ارزش‌های جهانی حقوق بشر و مبتنی بر یک حکومت سکولار هستیم. خیلی ممنون از همه شما دوستان که در نسته با من. اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم. مرسی از شما خانم بیرجندی، سپاسگزارم. بحث تعبیزی که متاسفانه حالا بین ادیان است توی ایران، یعنی بین اسلام و سایر ادیان است توی ایران، متاسفانه خب ریشه در واقع تاریخی داره، از قبل هم همینطوری بوده، یعنی مختص فقط جمهوری اسلامی نیست، دوره قبل هم همین شکلی بوده، حالا دوره جمهوری اسلامی خب خیلی تشدید شده این مسئله و مخصوصا الان هم که داریم میبینیم به این شدت دارن سنی مذهب ها رو اینجوری سرکوب میکنن، واقعا
این تبعیض رو به عینه میتونیم ببینیم. فقط مواقعی که هر موقع نیاز باشه در واقع به این سنی مذهبا، اون موقع میان میگن ما برادریم و با هم برابریم و هیچ مشکلی با هم دیگه نداریم، که مثلا موقع انتخابات که باشه دیدیم و دوره قبلی که آقای رئیسی چندین بار به سیستان و بلوچستان سفر کرد برای جمع کردن رأی، فقط چقدر اونجا دیدیم که گفتن که ما و سنی مذهبا اصلا هیچ مشکلی با هم دیگه نداریم و همه با هم برابر و برادر هستیم و این اختلافاتی که میگن وجود داره همش به خاطر حالا اون بحث دشمن و وجود دشمنان خارجی توی کشورمون هست. یعنی در واقع اونا دارن این حرفا رو میزنن و ما مشکلی با هم دیگه نداریم. و بعد از انتخابات دیدیم که خیلی زود هم آقای رئیسی هم رئیس جمهورهای قبلی فرق نمی‌کنه، چهره واقعی خودشون نشون دادن و طبق روال گذشته رفتار کردن. یعنی دوباره اون بخش از کشور رو گذاشتن کنار و اصلا انگار اصلا وجود نداره و تا تونستن در حقشون اجاب کردن. مرسی از شما، از دوستان، همکاران گرامی. اگر که در رابطه با کنوانسیون ارائه شده نقطه نظر یا دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشید. ممنونم از شما. از سخنران بعدی رو دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای محمد مهدی خسروپناه با موضوع وضعیت دراویش گناه‌آبادی در ایران. جناب آقای خسروپناه بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با سلام خدمت همه همکاران گرامی، جا داره در اول عرایزم تسلیت بگم به همه خانواده هایی که در این مدت عزیزانشون رو به هر نحوی از دست دادن و آرزوی ایرانی آزاد و آباد دارن. این گزارش سعی در بررسی سیاست های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی ایران نسبت به دراویش گناه‌آبادی پرداخته و علل اصلی وضعیت که دراویش با آن مواجه هستن را مختصر شرح دهد. به علاوه نشان می‌دهد که چگونه جمهوری اسلامی ایران قوانین و الزامات قانونی اساسی خود و همچنین تعهدات بین‌المللی و حقوق بشریش نسبت به پیروان مذهبی دراویش گناه‌آبادی را نقض کرده. توصیف تاریخی طولانی در ایران دارد و الهام بخش برخی از محبوب‌ترین ادبیات جهان مانند اشعار مولانا بوده است. توصیف نوعی طریقت و آداب ذهن و تقوا پیشه کردن است. طریقتی که سلوک درونی را مقدم بر رعایت شریعت می‌داند. دراویش گناه‌آبادی هر چند نسبت به مسائل اجتماعی بی‌تفاوت نیستند، اما از سیاست پرهیز می‌کنند. اصل کلی را راهکار زندگی خود قرار دادن جنبه اجتماعی زیستن درویشانه است، بدین معنا که فرد درویش باید عضو سازنده اجتماع باشد که بر اساس فتوت باید به مردم کمک کند، یعنی باید دست به کار باشد و در عین حال که چنین معیارهای عملی را در نظر دارد باید به صورت همزمان دلش با یار باشد و پرورش روحی خودش نیز برسد. دراویش سلسله گناه‌آبادی نیز یکی از همین سلسله های توصوف در ایران است. علی‌رغم این موضوع حکومت ایران الزاماً نظر مساعدی نسبت به توصوف نداشته است. حکومت ایران عبادتگاه های دراویش را تخریب کرده، اموال آنها را مصادره نموده، اعتراضات های مسالمت‌آمیز دراویش را سرکوب کرده و بسیاری از آنها را زندانی نموده. حکومت ایران به صورت سیستماتیک حق دراویش گناه‌آبادی را برای اجرای آزادی مناسک مذهبی را محدود کرده و آنها را از ضمانت‌های آیین دادرسی از قبیل دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه محروم نموده است. پس از تظاهرات دراویش در اسفند ماه 1396 در تهران، بسیاری از آنها به تحمل حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی و تبعید در داخل کشور محکوم شدند. نقض حقوق دراویش گناه‌آبادی و در برخورداری از ضمانت‌های آیین دادرسی امری ریشه‌دار و مستمر است. اگرچه قانون اساسی ایران صراحتاً تبعیض بر اساس مذهب افراد را ممنوع نموده است، اما تفتیش عقاید را منع کرده و اعلام می‌دارد که هیچ کس نمی‌تواند به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه گردد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوقی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متحد است که به حقوق شهروندان خود صرف نظر از اعتقادات مذهبیشان احترام بگذارد،
اما جمهوری اسلامی نه برای معیارهای قانون اساسی خود و برای حقوق بشر و همچنین تعهدات بین‌المللی‌اش را رعایت نمی‌کند. جمهوری اسلامی از سال نخست پس از انقلاب 1357 همواره سعی داشته که ابراز عقاید مذهبی را کنترل کند. حکومت ایران در سرکوب هر گونه مناسک و باورهای مذهبی که ماورای حدود قابل قبول ایدئولوژیکیش باشد درنگ نکرده است. در این میان اصول اعتقادی دراویش گنابادی، باورهای شیعه محافظه‌کارانه و همچنین ولایت فقیه که ایده بنیادین جمهوری اسلامی است به چالش می‌کشد. به دلیل خصومت تاریخی که روحانیون شیعه نسبت به اهل توصوف دارند، تبلیغات جمهوری اسلامی دراویش گنابادی را فرقه ضاله و همردیف بهائیان و نوکیشان مسیحی تصویر می‌کند. از این رو است که دراویش گنابادی از منظر حکومت تهدیدی بالقوه محسوب می شود، سرکوب شده و در معرض برخوردهای تبعیض آمیزی بسیار قرار می گیرند. در شب 30 بهمن 1396 درگیری خشونتباری میان نیروهای امنیتی و گروهی از دراویش گنابادی در خیابانی در شمال تهران به نام گلستان هفتم تجمع کرده بودند در گرفت. دراویش نگران رهبر معنوی خود نورعلی تابنده بودند. شایعاتی مبنی بر اینکه حکومت قصد دستگیری وی را دارد منتشر شده بود. ده ها دراویش گنابادی برای حفاظت از منزل نورعلی تابنده که دولت سرا هم نامیده میشد به گلستان هفتم رفتند. پس از آنکه نیروهای امنیتی دراویش را از همه طرف محاصره کردند، گروهی از آنها از جمله زنان و کودکان بر روی پشت بام‌های ساختمان در گلستان هفتم پناه گرفتند. آنها موفق شدند از نیروهای امنیتی که در حال ضرب و شتم دراویش در خیابان بودند فیلم بگیرند. گروهی که به پشت بام آن ساختمان پناه برده بودند نمی‌توانستند نفس بکشند. دود و ابری خفه کننده از گاز اشک‌آور همه جا را فرا گرفته بود. با تنگتر شدن حلقه محاصره گلوله‌های بیشتری به طرف آنها شلیک می‌شد. پس از مدتی نیروهای امنیتی به داخل ساختمان یورش برد و داخل ساختمان نیروهای امنیتی دراویش را با وحشیگری بی‌سابقه‌ای دستگیر کردند. آنها دو ردیف در مقابل هم تشکیل دادند و دستگیر شدگان را مجبور کردند که از میان آنها عبور کنند و از همه طرف آنها را با باتون و شوکر برقی می‌زدند. تندروهای حکومتی و نیروهای امنیتی با خشونت به ده‌ها درویش گنابادی که در اطراف خانه رهبر روحانیشان در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند حمله کردند و آنها را دستگیر کردند. محمد سلاس یکی از دراویشی بود که وی پس از اعتراف به زیر گرفتن 3 مأمور نیروی انتظامی با اتوبوس اعدام شد. با وجود آنکه شواهدی صریح وجود داشت که این اقرار تحت شکنجه از وی گرفته شده بود، یک درویش گنابادی دیگر به نام محمد راجعی پس از دستگیری در طی دوران بازداشت در اداره پلیس درگذشت. بیش از 200 درویش گنابادی پس از محاکمه بسیار ناعادلانه و تحمل حبس تبعید در داخل کشور ما مجازات بدنی محکوم شدند. چنین تجربه یک واقعه منحصر به فرد نیست و به موج اخیر کشور و سرکوب‌های خشونتبار دراویش گنابادی نیز محدود نمی‌شود. در طی 2 دهه نخست پس از انقلاب 1357 دراویش گنابادی تدریجاً حق آزادی مذهبی خود را از دست دادند. تندروهای حکومتی عبادتگاه‌ها و اماکن مقدس آنها را در شهرهای مختلف تخریب کردند. رهبران معنوی دراویش گنابادی در معرض فشارهای حکومتی قرار گرفتند و حق آزادی تجمع و انجمن دراویش محدود گردید. همزمان با آن جمهوری اسلامی به تأسیس و تأمین مالی مؤسسات و گروه‌های پرداخت که علیه دراویش گنابادی و دیگر پیروان مذهبی نفرت پراکنی کرده و آنها را توطئه‌گر جلوه می‌دادند. از سال 1385 سرکوب دراویش گنابادی افزایش یافت. در قم حسینیه شریعت به دست تندروهای حکومت سوخت و ویران گردید و صدها درویش گنابادی که برای حفاظت از آن گرد آمده بودند دستگیر شدند و طی محاکمه ناعادلانه محکوم گردیدند. اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در سالهای بعد نیز ادامه یافت. واقعه گلستان هفتم اوج سرکوب ها بود. این واقعه از جهت خشونت و ابعاد آن بی سابقه بود. علل بنیادی اختلاف میان دراویش گنابادی و جمهوری اسلامی ایران عبارتند است: تفسیر روادارانه از دین، نپذیرفتن مفهوم تقلید در مواضع عقیدتی مذهب، احساس تعهد نسبت به رهبر روحانی و رابطه قوی میان دراویش، عدم توافق درباره اختصاص مالیات اسلامی، نپذیرفتن
ولایت فقیه و چراغ سبز روحانیون برای سرکوب به دلیل گرایش شیعی و همسازی مؤثر با تشکیلات سیاسی جدید. دراویش گناوادی در مقایسه با دیگر سلسله‌های درویشی بهتر توانستند در دوران ناآرامی‌های پس از انقلاب را تاب بیاورند، اما علی‌رغم این شکاف میان آنها و جمهوری اسلامی به سرعت عمیق‌تر شد و مشایخ و رهبران و بناهای مذهبی این گروه را در معرض خطر جدی قرار گرفت. نخستین حمله به اماکن مذهبی دراویش مدت کوتاهی پس از به روی کار آمدن حکومت جدید در بهمن 1357 در کرمان روی داد. در آبان 1358 حسینیه مشیرالسلطنه که به حسینیه امیر سلیمانی هم شهرت داشته و در خیابان بهشت تهران قرار دارد غارت و آتش زده شد و تخریب گردید. در همان زمان گروه های مذهبی و انقلابیون خشن مقبره دست کم یک رهبر روحانی گنابادی نعمت اللهی را در ناحیه شاه عبدالعظیم شهر ری در جنوب تهران تخریب کردند. عاملان این حملات تحت نفوذ روحانیون شیعه بودند. آنها با وارد کردن اتهام منحرف کردن جوانان و حزب اللهی ها به دراویش اعمال خود را توجیه می کردند. از سال 1362 تندروها در تبریز به حسینیه دراویش گناوادی حمله کردند و به ساختمان آن آسیب رساندند. پس از آن شهرداری تبریز حسینیه را تخریب کرد و آن را به پارک عمومی تبدیل نمود. در سال 1370 بخشی از حسینیه امیر سلیمانی به آتش کشیده شد. اندکی پس از آن دیواری در اطراف آن قسمت احداث گردید. این قطعه زمین بعداً به اشتغال کمیته جستجوی مفقودین جنگ ایران و عراق تحت عنوان معراج شهدا درآمد. در سال 1376 سعید امامی معاون وزیر اطلاعات در یک سخنرانی در همدان دراویش گناوادی را به عنوان یکی از چهار گروهک‌های خطرناک برای جمهوری اسلامی توصیف کرد. حکومت ایران از آغاز دهه 1370 مؤسسات و گروه‌های گوناگونی را از قبیل دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه باقرالعلوم در قم را تأسیس و مورد حمایت مالی قرار داده است. وظایف آنها این است که آنچه که آنها فرقه ظالم می‌نامند و شامل دراویش گناوادی هم می‌شود با دقت بررسی و رسما نمایند. وضعیت دراویش با به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد بدتر شد. در سال 1384 محمود هاشمی شاهرودی که در آن زمان رئیس قوه قضاییه بود بخشنامه‌ای به دفاتر دادستانی استان صادر نموده و به آنها فرمان داد که اماکن مذهبی دراویش گناوادی را با همکاری نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعطیل نمایند. در سالهای اخیر در مناسبت‌های مختلف رهبر حکومت ایران علی خامنه‌ای عرفان‌های کاذب را محکوم نموده است که در واقع چراغ سبزی به تندروها بوده تا به اقدامات خود بر علیه دراویش گناوادی شدت بخشد. از نمونه‌های دیگر سرکوب دراویش گناوادی می‌توان به موارد اشاره کرد. اقدامات سرکوبگرانه حکومت علیه دراویش گناوادی در بروجرد در استان لرستان پیش از تخریب حسینیه آغاز شده بود. در آبان 1386 حسینیه دراویش گناوادی در بروجرد به کلی سوزانده شد و نابود گردید. در سال 1387 عبادتگاه دراویش در اهواز و امیدیه که هر دو در استان خوزستان قرار دارند با کوکتل مولوتوف مورد حمله قرار گرفت و در دیماه همان سال نیروهای امنیتی به حسینیه دراویش گناوادی در جزیره کیش حمله کردند و چند درویش گناوادی که داخلی حسینیه بودند را مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر کردند. در دیماه 1388 نیروهای امنیتی با گروهی از دراویش گناوادی قصد تدفین جنازه یکی از دراویش متوفی را در آرامگاه مزار سلطانی در گناواد داشتند درگیر شدند و نیروهای امنیتی 24 درویش را به اتهام اختلال در نظم عمومی اقدام به دفن اموات در مکان ممنوع دستگیر نمودند. حملات حسینیه به حسینیه سیدالشهدا در کرج، اقدامات سرکوبگرانه در سال 1390، درگیری خونباری میان گروهی از تندروهای حکومتی و دراویش گناوادی در شهر کوچک کوار در استان فارس روی داد که منجر به دستگیری تعدادی از آنها شد و به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی، قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری متهم گردیدند. و رویارویی در فولادشهر در دیماه 1389 نیروهای امنیتی به طور خشونت آمیزی مرتضی محجوبی و چهار درویش گناوادی دیگر در فولادشهر در استان اصفهان حمله کردند و آنها را دستگیر نمودند.
اقدامات سرکوبگرانه در سال 1392 حمله به عبادتگاه در شهر کرد، رویارویی در بندرعباس خرمشهر، معروف ترین سرکوب‌های خونی در حادثه گلستان هفتم در تهران را می توان نام برد. در آخرین دستگیری مربوط می شود به آقای محمد چگینی متولد شهر کرج. محمد بعد از درگذشت بهنام محجوبی با خانم بتول حسینی مادر بهنام محجوبی زندگی می کرد که در روز چهارشنبه 2 شهریور ماه 1401 توسط 15 نیروی امنیتی که ابتدا خود را نیروی انتظامی معرفی کرده بودند بدون ارائه حکم قضایی در منزل بازداشت شد و به زندان کرمان انتقال پیدا کرد. موارد نقض قوانین بین‌المللی که در مورد دراویش گناه‌آبادی صورت گرفته شامل حق حیات، شکنجه، مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا غیرانسانی یا تحقیرآمیز، حق آزادی مذهب، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، دسترسی به وکیل، حق تحصیل، حق اشتغال. شواهد و مدارک نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در طی 4 دهه گذشته در ارتباط با پیروان سلسله درویش گناه‌آبادی نعمت اللهی و دیگر ادیان نه تنها از قانون اساسی خود پیروی نکرده است، بلکه به تعهدات بین‌المللی خود نیز پایبند نبوده. در نتیجه در حالی که جمهوری اسلامی به نقض سیستماتیک آزادی مذهب دراویش ادامه می‌دهد، تبعیض مذهبی نیز رواج بسیار دارد. نتیجه می‌گیریم جمهوری اسلامی قابل اصلاح شدن نیست و برای پایان تمام نقض‌های حقوق بشری در ایران راهی جز سرنگونی نظام حاکمه وجود ندارد. تشکر می‌کنم از اینکه این وقت در اختیار من دادید. خیلی ممنون. مرسی از شما آقای خسروپناه و همینطور برای نتیجه گیری آخرتون. در واقع نتیجه گیری میشه گفت که نتیجه گیری همه سخنرانی هاست. هر سخنرانی ما تموم میشه آخرش باید این نتیجه رو گرفت که با وجود این جمهوری اسلامی واقعا هیچ کدوم از این آزادی هایی که همه بهش نیاز داریم یعنی بهش دست پیدا نمی کنیم. حالا چه دراویش باشیم، چه سنی مذهب باشیم یا چه باور دیگه ای داشته باشیم، به هر چیزی که باور داشته باشیم تا موقعی که جمهوری اسلامی هست واقعا اون آزادیه، اون حقی که واقعا نیاز داره، نیاز هر کسه، اصلا کسی بهش دست پیدا نمیکنه. سپاسگزارم از شما، از دوستان، همراهان عزیز. اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نظری دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. ممنونم از شما. سراغ سخنران بعدی میریم. سخنران بعدی ما سرکار خانم لیلا رمضان با موضوع ادیان و مذاهب که ما هم اختصاص داره به بهائیت. خانم رمضان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با درود و احترام خدمت همه همراهان گرامی، جا داره در ابتدای سخنم به این نکته اشاره بکنم که این سخنرانی در رابطه با معرفی ادیان هست و با توجه به اینکه خودتون هم در جریان هستین نمیشه در قالب 20 دقیقه کل مطالب رو جمع‌بندی کرد و خدمتتون عرض کنم. به خاطر همین انشالله در جلسات بعدی مطالبی که الان جا افتاده رو خدمتتون عرض می‌کنم. در رابطه با معرفی ادیان بهائی، آیین بهائی دینی یکتاپرستانه ابراهیمی و ایرانی است که حسین علی نوری مرقب به بهاءالله در سده 19 میلادی بنیان گذاشت. بهائیان معتقدند پیامبران از طریق فرایند ظهور تدریجی وحی به هم پیوند می‌خورند. طبق این فرایند خداوند آموزه‌های خود را به صورت پیاپی و تدریجی و با توجه به مقتضیات زمان و ظرفیت فهم بشر به او ارائه می‌کند. از همین رو ادیان سیر تکاملی می‌پیمایند و ظهور ادیان را پایانی نیست. همچنین بهائیان معتقدند که بهاءالله جدیدترین فرستاده خدا در سلسله پیامبران پیشین است و هدف از ظهور او ایجاد وحدت و صلح بین نوع بشر است. بهائیان بهاءالله را موعود تمامی ادیان می‌دانند. از دیدگاه تاریخی بهائیت ریشه در جنبش‌های پیشین ولی بسیار متفاوت شیخه و بابیه دارد. بهاءالله در سال 1844 دعوت سید علی محمد باب را قبول کرد و به تبلیغ آموزه‌های او پرداخت. علی محمد باب پیش از تیرباران برادر کوچکتر بهاءالله را که حداقل در ظاهر به رهبری بابی‌ها انتخاب کرد. گرچه بهاءالله در دوران تبعید در بغداد با نگارش رساله اعتقادی متعدد به بست پیروان وفادار و روزافزون خود پرداخت. بهاءالله سال 1063 در ادرنه دعوتش به من یظهر الله و پیامبری خیش و شروع عصر جدید را آشکار و به این وسیله استقلال خود را از برادرش و بابیه اعلام کرد.
وی در عکا به درخواست پیروانش برای کتابی در مورد شریعت و مناسک مذهبی کتاب اقدس را ارائه کرد و آن را وحی الهی و جایگزینی برای قرآن و کتاب بیان دانست. پس از بهاءالله در سال 1892 پسر بزرگش عباس افندی ملقب به عبدالبها رهبری بهایان را بر عهده گرفت. بهایان را به فراتر از مرزهای جغرافیایی پیشین گسترش داد و نظم اداری بهایان را توسعه داد. پس از عبدالبها نوه شوقی افندی به مدت 36 سال رهبری بهایان را بر عهده داشت و به تکمیل نظم اداری بهایت پرداخت. چون شوقی افندی فرزندی نداشت و همه بستگان واجد شرایط او ناقض عهد و میثاق بودند، در سال 1963 شورای بیت العدل اعظم تشکیل شده و از آن زمان رهبری بهایان را بر عهده گرفته است. به اعتقاد بهایی احکام شامل دو بُعد مکمل هستند. یک بُعد شامل احکام اخلاقی می شود که در گذر زمان تغییر ناپذیرند و در ادیان مختلف مشترک هستند، مانند دعوت به صداقت و درستکاری. بُعد دیگر شامل احکامی است که هدف نظم بخشی به زندگی اجتماعی را دارند که بعضی از آنها در بستر زمان قابلیت تغییر دارد. در آیین بهایی غالبا به شکل اصول کلی ارائه شده است که در بسیاری موارد فرد به شکلی که در زندگی خود و در هر موقعیتی مناسب می‌بیند این اصول را به کار می‌گیرد. در آیین بهایی هیچ فردی مسئول نظارت بر رعایت احکام توسط دیگران نیست. در نظر بهاییان فرد فقط پاسخگوی خداست و هر شخص مسئولیت بهبود و به انضباط درآوردن رفتار و اعمال خود را دارد. از جمله اعتقادات بهاییان میشه به اعتقاد به خدا، یکتایی خداوند از آموزه‌های بنیادین دین بهایی است. بهاییان به خدایی معتقدند که یگانه، جاوید و خالق همه چیز است. خدایی که به طور مستقیم در دسترس و قابل شناسایی نیست، ولی از طریق پیامبران که در آیین بهایی مظاهر ظهور نامیده میشوند، شناخته میشود. خداوند بنا به ظرفیت و نیازهای بشر اسما و صفات خود را در فرایند تدریجی در پیامبران متجلی میسازد. خداوند در دین بهایی غیر قابل ادراک، غیر قابل دسترس، منبع تمام وحی، ابدی، عالم کل، همه جا حاضر و قدیر توصیف شده است. جهان پس از مرگ. بهاییان به بقای روح اعتقاد داشته و هدف از زندگی را پرورش استعدادات روح می دانند. مانند جنینی که اعضا و جواهرش باید در رحم مادر رشد پیدا کنند تا آماده تولد در این جهان شود، روح انسان نیز در این عالم باید قوا و خصایص معنوی خود را پرورش دهد تا آمادگی لازم برای حیات در جهان بعد را کسب نماید. از نظر بهایان حیات اصلی حیات روح است. جسم واسطه‌ای و ابزاری است برای ترقی روح. به اعتقاد بهایان روح از جسم جداست و پس از مرگ در عوالم روحانی به ترقی خود ادامه می‌دهد. دین الهی واحد است. اعتقادات بهایان این است که هیچ دینی نمی‌تواند ادعای آخرین دین بودن را داشته باشد و بشر تا ابد هدایت الهی را از طریق پیامبران دریافت می‌کند. بهاءالله نیز بیان می‌کند که بعد از او نیز آمدن پیامبران ادامه خواهد داشت. بهاءالله به پیروان خود تعلیم می‌دهد که منشأ تمام ادیان یکی است. اصول اساسی آنها با یکدیگر مشترک است. هدف آنها یکی است و تعالیم ادیان مختلف جنبه‌های مختلف یک حقیقت واحد را روشن می‌کند. به اعتقاد بهاییان، پیامبران در طی فرایند مستمر، تدریجی و همیشگی به تناسب ظرفیت درک و فهم بشر و نیاز و شرایط هر زمان تعالیم و هدایت لازم را برای تکامل اجتماعی و معنوی انسان فراهم می کنند. یگانگی نوع انسان و وحدت عالم انسانی. تحقق اصل یگانگی نوع انسان همزمان هم مقصد و هم اصل اجرایی ظهور حضرت بهاءالله را شکل می دهد. حضرت بهاءالله عالم انسانی را با بدن انسان مقایسه می فرمایند. در بدن میلیون ها سلول در اشکال و عملکردهای متنوع هر یک نقش خود را در حفظ نظامی سالم ایفا می کنند. به همین گونه روابط هماهنگ بین افراد، جوامع و مؤسسات در خدمت تداوم اجتماع است و پیشبرد مدنیت را امکان پذیر می سازد. بهاءالله بیان می کند که نوع بشر یکی است و انسان ها همانند میوه یک درخت و برگ های یک شاخه با هم برابر هستند. در منابع بهایی این که انسان‌ها همه اعضای یک خانواده بشری هستند به عنوان یک اصل اساسی معرفی شده است. بهایان معتقدند تعصبات و سوء تفاهم‌هایی که باعث می‌شود یک گروه از انسان‌ها خود را برتر از دیگران تصور کنند، موجب مشکلات فراوان می‌شود. در اعتقاد آنها هیچ گروه قومی یا فرهنگی برتر از دیگران نیست. همه انسان‌ها شریف هستند و نزد خدا تفاوتی با هم ندارند. بر این اساس
وحدت نوع بشر یکی از تعالیم بهایی است. سحری حقیقت آثار بهایی جستجوی حقیقت به طور مستقل را یکی از اساسی ترین وظایف هر فرد می‌داند. بهاءالله تأکید می‌کند که فرد باید دنیا را با چشم خود ببیند و نه از نگاه دیگران. تعالیم بهایی بیان می‌کند که فرد به جای تقلید کورکورانه از دیگران یا از سنت‌های جامعه خود باید به جستجوی حقیقت بپردازد. آثار بهایی بیان می‌کند که نوع بشر از توانایی تشخیص حقیقت برخوردار است و فرد با استفاده از قوه عقل و خرد که خداوند به انسان داده می‌تواند مسائل را بررسی کند و به حقیقت دست یابد. این اصل را در انتخاب دین توسط فرزند نیز مصداق دارد و آثار بهایی بیان می‌کند که هر فرد در نحوه تعیین اعتقادات خود باید آزاد باشد و هیچ کس هرگز نباید برای قبول عقاید دینی تحت فشار یا اجبار قرار گیرد. کودکانی که در خانواده بهایی متولد یا بزرگ می‌شوند خود باید در هنگام بلوغ که سن بلوغ برای دختر پسر 15 سال است در مورد اعتقادات دینی خود تصمیم بگیرند. لزوم ترک تعصبات. بهایان معتقدند پذیرش اصل یگانگی انسان ایجاد می‌کند که هر نوع تعصبی از جمله تعصب نژادی، طبقاتی، قومی، زبانی، دینی، جنسیتی و غیره از میان برداشته شود. منابع بهایی بیان می‌کند تعصب تصویر نادرست درباره دیگران است که به افراد اجازه نمی‌دهد که همه انسان‌ها را برابر و شریف ببینند. در آثار بهایی انواع تعصب از جمله تعصبات سیاسی، نژادی، دینی و قومی مایه ویرانی جامعه انسانی معرفی شده است و رفع تعصبات وسیله رسیدن به حکومت و پیشرفت جامعه بشری در نظر گرفته می شود. برابری زن و مرد. بهاءالله در آثار خود بیان می کند که نزد خدا زن و مرد برابر هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. آثار بهایی تعلیم می دهند که انسانیت جنسیت ندارد. زن و مرد هر دو انسانند و هیچ یک به دلیل جنسیت امتیاز یا برتری بر دیگری ندارد. آثار بهایی برابری میان زنان و مردان و مشارکت آنها را در عرصه‌های مختلف را پیش نیازی برای دستیابی به وحدت و صلح جهانی و پیشرفت اجتماع می‌دانند. عبدالبها در آثار خود زن و مرد را به دو بال پرنده تشبیه می‌کند و توضیح می‌دهد همانطور که تنها هنگامی هر دو بال قوی باشند پرنده می‌تواند پرواز کند، به همین نسبت موفقیت و رفاه بشریت نیز تنها وقتی اتفاق می‌افتد که زنان همپای مردان پیشرفت کرده باشند. بهایان معتقدند تغییر اساسی تر در ساختارهای اجتماع لازم است و زنان و مردان باید با همکاری یکدیگر برای ساختن نظم اجتماعی جدید تلاش کنند که در آن خصوصیاتی چون سلطه‌جویی، قدرت طلبی، رقابت خصومت آمیز جای خود را به عشق و خدمت بدهد. دین باید سبب الفت و محبت باشد. بهایان معتقدند که پیغمبران اصولاً برای برطرف کردن اختلافات بشر و به وجود آوردن الفت بین مردم ظاهر شدند. لذا اگر دین هم که خود باید علاج اختلافات باشد، سبب اختلاف و جنگ و جدایی شود، به گفته عبدالبها بی‌دینی بهتر از آن است. تطابق علم و دین. هماهنگی علم و دین یکی از اصول اساسی آیین بهایی است. آثار بهایی علم و دین را در تضاد با یکدیگر نمی‌داند، بلکه بر هماهنگی بنیادین آن دو تاکید می‌کند. آثار بهایی توضیح می‌دهد که حقیقت یکی است و علم و دین دو وسیله برای شناخت و درک حقیقت هستند. در دیدگاه‌های بهایی برای درک واقعیت هم باید به علم و هم به دین رجوع کرد. برای بهاییان علم و دین دو نظام دانش هستند که نقش مکملی را دارند و هر دو با هم پیشرفت تمدن را امکان‌پذیر می‌سازند. دین، دولت و سیاست. بهایان معتقد به جدایی دین و سیاست نیستند. آنها معتقدند که در غیاب طبقه روحانی و مقدسات، ترکیب بهایی دین و حکومت خصوصیات متفاوتی با حکومت‌های دینی سنتی خواهد داشت. بنابراین بهایان رسماً از عضویت در احزاب سیاسی یا انجمن‌های مخفی منع شده و اطاعت از حاکمیت بر آنها واجب است. صلح عمومی. دستیابی به صلح جهانی یکی از اهداف آیین بهایی است. این آیین بشر را دعوت می‌کند تا یگانگی بنیادین نوع انسان را بپذیرد و برای دستیابی به صلح جهانی از طریق اقدامات مشترک و مبتنی بر پذیرش وحدت در عین تنوع، برابری، عدالت، رهبری اخلاقی، برابری جنسیتی و غیره در سطح محلی و بین‌المللی تلاش کند. سایر اصولی که بهائیان با دستیابی به صلح عمومی مرتبط می‌بینند عبارتند از عدالت اقتصادی و رفع درجات افراطی فقر و ثروت، رفع هر گونه تعصب، آموزش همگانی که جنبه مادی، انسانی و معنوی زندگی انسان را در بر گیرد و بر هماهنگی علم و دین تاکید داشته باشد.
گزینش یک زبان و خط واحد جهانی که افراد علاوه بر زبان مادری خود جهت تحصیل در ارتباطات بین‌المللی از آن زبان را یاد بگیرند. از میان بردن فقر مفرد و ثروت بی‌اندازه. تعالیم بهایی از میان بردن فقر مفرد و ثروت بی‌اندازه را برای وحدت خانواده بشری و بنای یک جامعه جهانی بر پایه صلح و عدالت لازم می‌دانند. بهاءالله و عبدالبها برای از میان بردن فقر فاحش و ثروت مفرد هم تحمیدات ساختاری را لازم می‌داند و هم تقویت حس مسئولیت و دغدغه اجتماعی میان افراد را. جمله احکامی که به فرد بهایی کمک می‌کند تا اولویت‌های مادی و ضروری‌اش را متعادل کند، حکم حقوق الله است که در آن فرد بهایی به صورت داوطلبانه 19% درآمد خودش را برای خرج‌های ضروری به تشکیلات بهایی اعطا می‌کند تا در راه خیر عموم خرج شود. تعلیم و تربیت عمومی و اجباری. در آیین بهایی تاکید شدیدی بر اهمیت تعلیم و تربیت وجود دارد و تعلیم و تربیت به عنوان یکی از عوامل اصلی پیشرفت معنوی و مادی فرد و اجتماع در نظر گرفته می شود. آثار بهایی یکی از وظایف اصلی والدین را تعلیم و تربیت فرزندان خود می داند و به خصوص تاکید ویژه‌ای بر تعلیم و تربیت فرزندان دختر قرار می دهد، زیرا در آینده به عنوان مادر نسل بعد را پرورش می دهند. تعالیم بهایی هم به لزوم تربیت معنوی و اخلاقی فرد و هم به تعلیم و آموزش انسانی از جمله کسب علم و یادگیری هنر و فن و حرفه تاکید دارد. این آموزه بر تعلیم و تربیت اخلاقی همگانی تاکید می‌کند و هدف از تعلیم و تربیت توانمندسازی افراد برای خدمت به جامعه است. بهائیان فعالیت‌های گسترده‌ای در ایجاد مدارس نوین دخترانه و پسرانه در ایران داشتند. آنان در اواخر قرن 19 با تشویق‌ها و راهنمایی‌های عبدالبها در بسیاری از نقاط ایران از روستاهای کوچک گرفته تا شهرهای بزرگ مدارس نوینی برپا کردند که پذیرای همه افراد فارغ از دین و جنسیت بود. از دیگر نمونه‌های تلاش‌های جامعه بهایی ایران برای امور آموزش تأسیس دانشگاه علمی آزاد است که در سال 1366 به منظور فراهم کردن امکان تحصیل عالیه برای بهایان محروم از تحصیل ایجاد شد. آنچه بهایان باور دارند عهد و میثاق حضرت بهاءالله است. امر بهایی با تحفیز رسالت از جانب خداوند به دو پیام آور الهی حضرت باب و حضرت بهاءالله آغاز شد. امروز وحدت بی نظیر امری که این دو بزرگوار تأسیس نمودند از دستورالعمل‌های صریح و واضح حضرت بهاءالله درباره چگونگی تداوم جریان هدایت پس از درگذشتشان سرچشمه می گیرد. بر اساس سلسله‌ای که از آن به عنوان عهد و میثاق یاد می شود، مسئولیت هدایت و رهبری جامعه پس از حضرت بهاءالله به سر ایشان حضرت عبدالبها که به سر ارشدشان هست، به سر ارشدشان حضرت عبدالبها، سپس به حضرت شوقی افندی نوه حضرت عبدالبها و در نهایت همون گونه که حضرت بهاءالله مقرر فرموده بودند به بیت العدل اعظم رسید. یک فرد بهایی مرجعیت الهی حضرت باب، حضرت بهاءالله و جانشان منتسب آنها را قبول دارد. حالا اگر بخوام در رابطه با حضرت باب و حضرت بهاءالله به اختصار یه توضیح کوچیکی بدم، البته توضیحاتش خیلی زیاد بود ولی خب به همین توضیحات کوچک بسنده میکنم. حضرت باب مبشر دیانت بهایی در میانه قرن 19 میلادی اعلام فرمودند که حامل پیامی برای تقلیب زندگی روحانی بشر هستند. رسالت ایشان فراهم ساختن شرایط برای ظهور پیام آور الهی با مقامی عظیم‌تر از خود ایشان بود. پیام آوری که ظهورش آغاز عصر صلح و عدالت را رقم می‌زد. حضرت بهاءالله. حضرت بهاءالله به معنای شکوه خداوندی، همان موعودی که حضرت باب و تعالیم و تمام پیامبران الهی گذشته به آمدن ایشان بشارت داده بودند. ظهور جدیدی را از جانب خداوند به بشریت عرضه نمودند. هزاران آیه، نامه و کتاب از قلم ایشان نازل شده و در آثارشان چارچوبی برای پیشبرد یک مدنیت جهانی طرح‌ریزی فرمودند که به دو بُعد مادی و روحانی زندگی می‌پردازد. حضرت بهاءالله در این راه متحمل 40 سال زندان، شکنجه و تبعید شدند. حضرت عبدالبها. حضرت عبدالبها در وصیت‌نامه خود پسر ارشدشان حضرت عبدالبها را به عنوان مبین منصوص یعنی مفسر رسمی تعالیم و مرکز امر خود اعلام فرمودند. حضرت عبدالبها در شرق و غرب عالم را به عنوان سفیر صلح و دوستی، انسانی نمونه و ترویج دهنده اصلی آیین جدید شناخته می شود. حضرت شوقی افندی. حضرت شوقی افندی نوه ارشد حضرت عبدالبها که توسط ایشان به ولایت امر منصوب شدند،
به مدت 36 سال به شکلی سیستماتیک به توسعه عمق بخشی به درک و فهم و همچنین تقویت و تقویت وحدت جامعه بهایی که در آن زمان رشد فزایندهش انعکاسی از تنوع نژاد انسانی را فراهم می‌ساخت پرداختند. بیت العدل اعظم. امروز رشد و توسعه دیانت بهایی در سطح جهانی تحت هدایت بیت العدل اعظم صورت می‌گیرد. حضرت بهاءالله در احکام خود تأسیس بیت العدل اعظم را به جهت تأمین سعادت نوع بشر، ترویج علم و تربیت، صلح و رفاه جهانی و پاسداری از شرافت انسان و مقام دین مقرر فرمودند. زندگی آمیخته به نیایش. در هر سه سطح فرد، جامعه یا مؤسسات، دعا جزء ضروری حیات بهایی است. بهایان در طول روز قلوب خود را در دعا و نیایش به سوی خدا متوجه می کنند. از او یاری می جویند، برای عزیزانشان از او طلب حاجت می نمایند، شکر و سپاس به جا می آورند و هدایت و تعییدات الهی می طلبند. به علاوه جلسات مشورتی و جمعهایی که در آنها دوستان برای انجام خدمات و یا پروژه گرد هم می آیند نیز معمولا با دعا شروع می شود و خاتمه می آورد. در آیین بهایی مفاهیم عبادت، کار و خدمت در قالب مؤسسه مشرق الاذکار تلفیق می شود و آثار بهایی مشرق الاذکار را نمادی از پیوند عبادت و خدمت می دانند. مجموعه مشرق الاذکار از یک ساختمان مرکزی به عنوان محل نیایش همون معبد تشکیل شده است و در اطراف آن مؤسسات عام المنفعه قرار دارد که هدفشان فراهم آوردن امکانات آموزشی، بهداشتی و سایر خدمات در راستای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جامعه است. در حال حاضر 8 معبد بهایی قاره‌ای یا منطقه‌ای بهایی در جهان وجود دارند که واقع در استرالیا، ساموا، اوگاندا، شیلی، آلمان، هندوستان، پاناما و ایالات متحده آمریکا هستند. جلسات دعا. این جلسات عاری از هر گونه آداب و رسوم مخصوصی برگزار می‌شوند. هیچ فردی نقش ویژه و متفاوت از دیگران در آن به عهده ندارد. قسمت بیشتر این جلسات به تلاوت دعا و مناجات و قسمت‌هایی از آثار مقدس بهایی اختصاص دارد. از جمله آثار بهایی هم که بخوام اشاره کنم، کتاب‌ها و نامه‌های بسیاری توسط بهاءالله، عبدالبهاء و شوقی افندی نوشته شده که همگی جزء آثار بهایی دسته‌بندی می‌شوند که از جمله می‌تونیم به کتاب اقدس، کتاب ایقان، کتاب مکنونات فارسی، کتاب کرمات مکنونه عربی، کتاب بدیع، اشراقات، اقتدارات، هفت‌وادی، چهاروادی در و خیلی کتاب‌های دیگه هست که به خاطر ضیق وقت دیگه صرف نظر می‌کنم از گفتنشون. در رابطه با تقویم بهایی، تقویم بهایی تقویم خورشیدی است که از 19 ماه و 19 روز به علاوه 4 روز که بعضی از سالها که سالهای کبیسه هست 5 روز که اون 5 روز ایام ها نامیده می شود تشکیل شده است. دوران اون 4 یا 5 روز ایام ها زمانی است برای جشن و شادی، نیکوکاری و امور خیریه و مهمان نوازی هستش و دقیقا قبل از شروع ماه آخر در تقویم بهایی که ماه روزداری است قرار دارد. شروع سال نو در تقویم بهایی مطابق با نوروز و اعتدال بهاری در نیمکره شمالی است. در تقویم بهایی هر ماه نامی دارد که برگرفته از یکی از صفات الهی است. اما که مقدس بهایان همیشه به حیفا و عکا برای بهایان شهرهای مقدس هستند. آرامگاه بهاءالله در عکا و آرامگاه سید علی محمد باب در حیفا واقع شده. از جمله معابد بهایی که در آیین بهایی مفاهیم عبادت و کار گفتیم که مؤسسه مشرق الاذکار تلفیق می شود، آثار بهایی مشرق الاذکار را نمادی از پیوند عبادت و خدمت می داند و مجموعه مشرق الاذکار از یک ساختمان مرکزی به عنوان محل نیایش تشکیل شده که اینو فکر کنم بالاتر گفتم بهش اشاره کردم به مشرق الاذکار. دیگه چیزی که باید بگم، هر یک از این معابد مشرق الاذکار معماری خاص خودشون رو دارند، یعنی با تأثیر از فرهنگ محلی و در همخوانی با عناصر زیست محیطی اجتماعی و فرهنگی و بومی هر منطقه طراحی شده. از جمله خصوصیات مشترک در طراحی این معابد اینه که همه طرح‌های دایره وار، 9 ضلع و 9 در ورودی و گنبد دارند که پیرامون آنها را باغ و فضای سبز قرار گرفته. دیگه از جمله چیزی که به نظم اداری و بیت العدل اعظم هم که اشاره کردیم، اصخایی میکنم آقای یگانه اگر اشاره کنید که آره من میخواستم اگر امکان داره جمع‌بندی کنید چون آره تایمتون تموم شده.
ممنون. پس انشاءالله در جلسات بعدی میخواستم در رابطه با سرکوب و آزار بهایان بگم که از دوران قاجار تا همکنون که همچنان آزار و اذیت بهایان ادامه داره و به صورت سیستماتیک و حکومتی، از جمله حتی افراد محلی هم دیگه همچنان دست از آزار و اذیتشون برنشتن. این را انشاءالله به تفصیل و به توضیح کامل نوشتم که از دوران قاجار تا به امروز شامل چه نقض حقوقی هستیم از بهاییان که انشاءالله در جلسات بعدی. الان دیگه جنبندی کلی رو تا همینجا فعلا خلاصه میکنم. عذرخواهی میکنم از اینکه خیلی صحبت کردم، عذرخواهی میکنم مطالب خیلی زیاد بود، سعی کردم خیلی به صورت فشرده و خلاصه بگم. اگر جایش هم از قلم انداختم یا فراموش کردم بگم، از بهاییان عزیز عذرخواهی میکنم. انشاءالله در جلسات بعدی سعی میکنم کاملتر و گویاتر چیز کنم. سپاس از همگیتون که همراهی کردین، خسته نباشین. ممنونم خانم رمضان، مرسی از شما بابت اطلاعات کاملی که در اختیار ما گذاشتید، بسیار عالی بود. میدونم خیلی واقعا زحمت کشیدید برای تهیه مطالب. من خودم به شخص اطلاعاتم در رابطه با بهائیت خب یه چیز کلی بود، چیزایی که شنیده بودم با این جزئیات هیچ وقت یعنی اطلاع نداشتم اصلا. خیلی ممنونم از شما. از دوستان عزیز اگر که در این رابطه میخواید مطلبی اضافه بکنید یا نکته‌ای به ذهنتون رسیده میتونید با ما به اشتراک بذارید. بله جناب آقای مهران بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی، اساتید ارجمند و دوستانی که مثل همیشه لطف کردن و دانشی رو جمع آوری کردن و این دانش رو با ما شیر کردن و باعث افزودن اطلاعات ما شدن، چه که هر انسانی اطلاعاتش اضافه بشه و به علمش اضافه بشه میتونه بهتر تصمیم بگیره و بهتر زندگی کنه. من سوال خاصی ندارم، فقط از این فرصت کوچیکی که در اختیارم هست استفاده میکنم در خدمت شما اساتید و دوستان ارجمند و یک مطلبی رو عنوان میکنم، چون کمیته دفاع از حقوق ادیان هست. یک مطلبی رو که مطلب من هم نیست و همه دوستانم مستحضر هستند دیگه، این مطلب رو که بر کسی پوشیده نیست که ما همیشه باید به عقاید دیگران احترام بذاریم، عقاید دینی دیگران، عقایدی که عقاید جهان شمول هست. شاید ما به تعداد زبانهای دنیا ادیان مختلف داشته باشیم، ولی اون چیزی رو که من الان میخوام بگم خدمتتون در این فرصت کوتاه و اینی هست که حالا یک نفر هم توی یوتیوب این رو بشنوه و به یک نفر دیگه بگه و این فرهنگ گسترش پیدا کنه، میدونم همه هم به اون اعتقاد دارید، این هست که در کلیت مطلب این که ما از اساتید و بزرگان تمام ادیان دنیا، تمام دانشمندان، مردم شناسان و فیلسوفان دنیا همیشه شنیدیم که دین در حقیقت یک مبحث شخصی هست، یک فرهنگ شخصی هست که باید بهش احترام گذاشته بشه. و من درخواستم این هم از دوستان که بیش از اون که بیان به جزئیات یک دین بپردازیم، اون شاکله و شالوده اصلی اون دین رو که 100% بر پایه مفاهیم انسانی هست و بر پایه احترام و حقوق مدنی هست عنوان کنیم، این خیلی بهتر است. من دو تا دوست بهایی خودم داشتم توی دوران بچگی، بسیار اینها انسان‌های شریفی بودن، بسیار شریفی بودن. و اینکه ما اگه بخوام یک دینی رو هم معرفی بکنیم که خب خیلی هم خوب است و به اطلاعات ما اضافه میکنه، بیشتر در خصوص اون خصائص انسانی و خصائص حقوق بشری اون دین اگه صحبت کنیم، اطلاعاتی بدیم، خیلی خوب هست. کما اینکه توی شاهنامه، من اینو میگم ختم میکنم صحبتم، و توی شاهنامه فردوسی سوالی میشه که آقا دیو چه کسانی هستند، این یک جوابی بهش داده میشه که خیلی جواب زیباییه که تو مر دیو را مردم بد شناست، هر آن کو ندارد به یزدان سپاس، هر آن کو گذشت از ره مردمی، تو دیو شمرمش برش آدمی. انسان به هر دین و مسلکی که باشه که قابل احترام هست، وقتی دینش بر پایه حقوق انسانیت باشه، اون قابل احترام هست. من فقط همین رو خواستم خدمتتون عرض کنم. خیلی ممنون هستم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. متشکرم از شما. متشکرم جناب آقای مهران، قطعا هم همینه. اصلا هدف، یکی از اهداف در واقع کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان همینه،
یعنی چیزی که ما در یاد گرفتیم و باید هم یاد بدیم همین احترام به حقوق سایر ادیان، همه باید به هم دیگه احترام بذاریم و غیر از این نمیتونه باشه. و نظرتون هم واقعا کاملا محترمه و درسته که به نظر منم آره ما بیشتر اون جنبه های انسانیه هر دین و باوری رو اگر بشناسیم خب خیلی بهتره تا حالا یه سری مسائل شاید اصلا هیچ وقت نیاز نباشه انسان بدونه. ولی خب بحث فقط معرفی دین نیست توی حالا کمیته ما، سخنرانی که هر ماه داریم برگزار میکنیم برای در رابطه با یکی از ادیان یه بحث معرفی کلی هست و بحث ارائه دادنش نیست، فقط اینکه بشناسیم ما اون دینو، حالا چه بهایت باشه چه سایر ادیان فرق نمیکنه، بحث اینکه فقط بشناسیم. و کاملا درست میفرمایید، بحث کلی اگه باشه به نظر منم بهتره تا یه سری جزئیاتی که شاید نیاز نباشه واقعا، شاید خسته کنه واقعا بقیه رو که بیان بشنون این صحبت ها رو، ولی اگر چیز کلی باشه و اون بحث انسانیت و اون دین باشه خب خیلی به نظر منم بهتر. مرسی از شما جناب آقای شفایی، بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. سلام دوستان، خسته نباشید. من کمی دیر رسیدم متاسفانه، نتونستم کامل در جریان قرار بگیرم. بحث هایی که در رابطه با ادیان میشه بسیار عالیه و خیلی خوبه برای معرفی ادیان و حتما بخش آمار وضعیت آماریش هم ضرورت داره. یعنی من دیدم به خانم، اشتباه نکنم، خانم رمضان گفتن دفعه دیگه آمار میدیم که چه، ولی به نظر من بهتر این بود که در واقع یه بخشی از اون آمار آسیب‌هایی که دیدن و تاریخچه رو بیشتر میگفتن. من کمی گوش کردم، برگشتم توی لایو گوش کردم. خب میدونید که دین بهائیت در واقع از طریق محمد علی باب تشکیل شد. میدونید که شیعه 5 بخش داره، عرض کنم اصولی دارن، شیخی دارن، بعد حالا اسماشو من یادم رفته، 5 بخش که جمهوری اسلامی شیعه اصولیشه، یه گروه مثل آی سیستانی گویا شیخی هستن و از همین شاخه شیخی محمد علی باب اونجا آموزش دیده بود که بعد میاد وارد شیراز میشه و در اونجا ادعا میکنه که من خود امام زمان هستم و امام ظهور میکنه. و یکی از دلایلی هم که میاره در واقع اینه که با دو دست دو تا مطلب مینویسه، یعنی با یه دست راجع به یه موضوع مینویسه، با یه دست با یه موضوع دیگه مینویسه و این خیلی اثر میذاره توی جامعه. بسیاری از اهالی شیعه به دنبالش میرن و در واقع یک آیینی برای خودش ایجاد میکنه و این آیین میرسه به یه جایی که در واقع خیلی همه‌گیر میشه و دوره ناصرالدین شاه دستور دستگیریشو میدن، بعد عرض کنم که میبرن زندان، میخوان اعدامش کنن، تناب پاره میشه، میفته دیگه، اصلا خیلی ها میپذیرن که بعد امیر کبیر دستور میده ببرنش ماکو و در ماکو اونجا تیربارونش میکنن. اینا هم خیلی لازمه دونسته بشه که بعد بریم جلو. تاریخچه رو به این صورت بدونیم خوبه، حالا نوع آینشون هم هست خیلی خوبه، ولی آزار و اذیتی که جامعه بهائیت دیده و میبینه حالا بر اساس عقیدهشون نه در ماکو هست. و همینطور که وقتی در عرض کنم که راجع به یک موضوعی صحبت میشه، ما اونی برامون مهمه که در واقع نقض حقوق هستش. بالاخره یک گروهی، یک عده‌ای، یک اعتقاد، یک باوری دارن، ما این باور رو به طور عمومی معرفی میکنیم و بیشتر دنبال گفته نقض حقوقشون هستیم. و کاش که این دوستمون هم در واقع راجع به اونا صحبت میکرد که چه اتفاقایی براشون افتاده، موارد نقضشون رو بگن، حالا از نظر تاریخی تقسیم کنن بگن به اصطلاح همه اینا شدنی هستش. به هر حال خسته نباشید. حالا شما میگید تعویض، منم میگم شما بگید تعویض، من میگم ماکو، ولی فرقی نمیکنه.
به دستور امیر کبیر هم کشته شده. بسیار خوب. ممنونم جناب آقای شفایی. البته خانم رمضان مطالب خیلی زیادی جمع‌آوری کرده بودن برای در رابطه با بهائیت و خب خیلی طولانی میشد و من خواستم ازشون که اگر امکان داره این رو در دو بخشش بکنن که حالا ظاهرا بخش در واقع گزارش نقضش رفته برای بخش دوم، ولی که بله کاملا درست میفرمایید، با بیشتر باید در رابطه با نقض هر دینی بدونیم، هر باوری بدونیم که چه اتفاقاتی علیه اون دین داره میفته توی کشور و چه رفتاری داره جمهوری اسلامی باشون میکنه. ولی که بله من حتما توی جلسات بعدی به سخنرانان میگم که یه جوری تقسیم بکنن و جمع‌بندی بکنن مطالبشون رو تا بتونن گزارش نقضم توش باشه، در رابطه با نقضش هم بتونن صحبت بکنن. مرسی از شما. خانم رمضان بفهمید، خواهش میکنم. میشنویم شما. درود خدمت آقای شفایی گرامی، عرض ادب عذرخواهی میکنم. همطور که آقای ناصری گرامی فرمودند دیگه توضیحات نمیدم، ولی اگر لازم باشه همین الان چونم مباحث نقض حقوق بهایان و سایر تاریخچه دیگه که شما فرمودید همین الان میتونم براتون بازگو کنم. مطالب رو نوشتم، آماده است هر چی که شما امر کنید. در واقع من فکر میکردم معرفی ادیان به این صورت هستش که یک معرفی از اعتقادات، باوراشون و چیزایی که اعتقاد دارن و مناسک و مذاهبشون و مکانه، در واقع چیز کلی فکر میکردم باید بیان بشه. اگر فکر میکردم که شما اینجور مد نظرتون بود، خب حالا برای سری بعدی اون شیبر در دستور کارم قرار میدم. بازم هر جور که شما دستور بدین، اگه حاضر و دوست داشته باشن، تمایل داشته باشن، میتونم همین الان موارد نقصش و تاریخچه حضرت باب، حضرت بهاءالله، همه اینا موجود هست. من در خدمتتون هستم. زنده باشید. مرسی از شما، سپاسگزارم خانم رمضان. ولی متاسفانه وقت جلسه اجازه نمیده. خب یک سخنران دیگه هم داریم، بحث آزاد هم داریم و انشالله که برای جلسات بعدی حتما استفاده میکنیم. مرسی از شما. از سخنران بعدی رو دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای رضا شایگان با موضوع نقض حقوق شهروندان اهل سنت. جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود از ادب خدمت همه همکاران عزیز. من ابتدا یک عذرخواهی باید بکنم بابت اینکه کسالت جدیدی دارم و صدام احتمالاً گرفته و به خاطر همین کسالت هم نتونستم یک مطلب خیلی جامعی رو تهیه کنم، بنابراین یک مطلب خیلی کوتاه هست. عذرخواهی میکنم از این بابت و مطلب خودم رو آغاز میکنم. آروی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در بهمن 1357 خورشیدی و تدوین قانون اساسی کشور که مبتنی بر احکام شرع اسلام بود، پیروان سایر ادیان با معضلات و مشکلات تازه و فراوانی روبرو شدند. اگرچه در قانون اساسی حقوق شهروندان و غیر مسلمان در اصل 13 آن به رسمیت شناخته شده و پیروان این ادیان و مذاهب را محترم شمرده‌اند، اما در عمل خلاف این موضوع ثابت شد و شهروندان با ادیان غیر اسلامی عملا به شهروندان درجه دو تعریف گشتند. این موضوع البته تنها شامل شهروندان غیر مسلمان نشد و مسلمانان اهل سنت نیز که باز هم در اصل 12 قانون اساسی حقوقشان به رسمیت شناخته شده است، هم مورد تبعیض گسترده قرار گرفته و دچار مشکلات فراوانی شده. از آنجا که حاکمان و قانونگذاران ایران خود را تنها افراد واجد صلاحیت در امور کشور می‌دانند، با خوانش رادیکال از شریعت اسلام و آن هم از مذهب شیعه جعفری، عملاً هر که با این تفکرات عقاید مغایرت داشته باشد به شهروندان درجه دو تبدیل شده و در مناسب سیاسی و کشوری نقشی نخواهد داشت. شهروندان پیرو اهل سنت که پس از شیعیان دومین ترکیب جمعیت مذهبی کشور را تشکیل می‌دهند، بیشتر در استان‌های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان زندگی می‌کنند. اما پراکندگی این شهروندان در استان‌های دیگر از جمله گلستان، اردبیل، هرمزگان و غیره هم هست. اهل سنت ایران در طول
1304 در حکمرانی رژیم جمهوری اسلامی همواره مورد ظلم، تبعیض و تحقیر قرار گرفتند. این تبعیض از سوی حکومتگاه به صورت آشکار صورت گرفته که میتوان به عدم منصوب شدن حتی یک وزیر اهل سنت در کابینه دولت در ادوار مختلف اشاره کرد و گاه از سوی سرکردگان رژیم صورت گرفته که برای نمونه میتوان به موارد اشاره کرد که در بسیاری از اوقات افراد نزدیک به حکومت با مورد خطاب قرار دادن دهوندان سنی مذهب و توهین مستقیم مقدسات خلفای اهل سنت به نوعی سعی در تحقیر و به انزوا کشاندن این بخش از جامعه کردند که هر بار نه تنها از سوی مسئولان با این افراد و تفکرات که برخوردی نشد، بلکه با سکوتی عجیب نسبت به این اهانت‌ها اذهان عمومی را به سمتی برد که گوی این رفتار و گفتار که از دهان سرکردگان نزدیک به حلقه قدرت جمهوری اسلامی خارج می شود، همان دیدگاه و تفکرات رهبران و مقامات رده بالای رژیم است. یکی از آخرین مواردی که موجب آزردگی بخش بزرگی از جامعه و به ویژه دهوندان سنی مذهب شد، اظهارات علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی بود که در مسابقات قهرمانی جهان بردهای تیم ملی کشتی را باعث شادی بچه شیعه ها دانست و گویی سایر شهروندان حق خوشحالی از این بردها را ندارد. یا در موارد دیگر سخنان افراد صاحب تریبون و نزدیک به قدرت در مراسم گوناگون که به تناوب خلفای اهل سنت را با عناوینی توهین‌آمیز خطاب قرار می دهند و شگفت را از سوی هیچ نهادی هرگز توبیخ و بازخواست نشدند. در بخش دیگری از تبعیض سیستماتیک بر علیه شهروندان سنی مذهب، عدم وجود مساجد و اماکن مذهبی ویژه اهل سنت در شهرهای بزرگ از جمله تهران است. بسیاری از شهروندان سنی در تهران و سایر شهرهای بزرگ و عمدتاً شیعه نشین زندگی می‌کنند و از این رو برای برپایی مراسم آیینی و مذهبی خود همواره با مشکل روبرو هستند، زیرا در این شهرها مساجد یا اماکنی که شهروندان سنی مذهب بتوانند آزادانه و به دور از هر گونه آزار به فرایض دینی خود بپردازند وجود ندارد. همچنین استفاده از المان‌های شهری منسوب به شیعیان در بخش‌های سنی نشین و برگزاری آیین‌های مخصوص شیعیان در این مناطق یکی دیگر از مواردی است که دستگاه حاکمیت سعی در تحقیر شهروندان اهل تسنن دارد. برگزاری آیین‌های عزاداری شیعی در مناطق سنی نشین و یا استفاده از بیبوردها و تبلیغات با مضامین شیعی در این مناطق یکی دیگر مواردی است که بزرگان اهل سنت همواره به آن اعتراض داشته و آن را در راستای القای سیاست حاکمان بر شهروندان سنی مذهب دانستند. از سوی دیگر در سال 1390 طرحی از سوی دولت تأسیس شد که اعتراض شدید علمای اهل سنت و همچنین نماینده فراکسیون اهل سنت در مجلس را به همراه داشت. در این طرح دولت ساماندهی مدارس دینی اهل سنت را به اجرا گذاشت که هدف دولت از اجرای این طرح برنامه‌ریزی و کنترل آموزش امور دینی مدارس اهل سنت عنوان شده است. این در صورتی است که علمای سرشناس اهل سنت به شدت با این طرح مخالفت کرده و آن را مغایر با اصل 12 قانون اساسی می‌دانند، هرچند جمهوری اسلامی و رهبران آن همواره در مسائلی مثل وجود تبعیض و نگاه امنیتی به اقوام و اقلیت‌های دینی سیاست انکار را در پیش می‌گیرند، ولی با این حال حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 با انتشار بیانیه‌ای 10 ماده‌ای وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات اصول معطل مانده قانون اساسی کشور در راستای تأمین تحت عنوان حقوق اقوام، ادیان و مذاهب را به طور کامل اجرا خواهد کرد. حسن روحانی که با ارائه منشور حقوق بشر پا به میدان گذاشته بود، پس از انتخابات متهم به عدم تأمین حقوق ادیان، اقوام و مذاهب شد. خلف وعده عدم تأمین مشارکت عمومی اقوام و ادیان و ادامه تبعیض علیه پیروان آنها موجب شکایت رسمی اهل سنت از حسن روحانی در ماه‌های آخر ریاست جمهوری وی. بیشتر عدم دعوت از مولوی عبدالحمید
امام جمعه اهل سنت سیستان و بلوچستان به مراسم تحلیف حسن روحانی نیز انتقادات فراوانی را به وجود آورده بود. مولوی عبدالحمید بارها از تبعیض علیه اهل سنت ایران انتقاد کرد و در نامه های علی خامنه ای خواستار رفع تبعیض علیه اهل سنت در ایران شده بود. امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید بعد از نامش به خامنه ای و جواب وی که همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند، هیچ نشانه عملی در راستای عمل به نامه علی خامنه ای ندیدند. همچنین اهل سنت در ایران اجازه داشتن مدرسه دینی مستقل را ندارند و ائمه جمعه و روحانیون مساجد را نیز خودشان نمی توانند انتخاب کنند. در کنار تمامی این مسائل، شمار اعدام ها و قتل های شهروندان اهل سنت به بهانه های واهی و صرفا به جهت باورهای مذهبی و قومی از دیگر مواردی است که جمهوری اسلامی در مدت حکمرانی خود به وفور حقوق این شهروندان را نقض کرده است. کافی به شمار اعدام ها در ایران نگاهی بیاندازیم و ببینیم که بیشترین تعداد اعدام ها در مناطق کردنشین و بلوچستان بوده است. از دیگر موارد همچنین می توان به عدم تخصیص امکانات از قبیل امکانات شغلی، آموزشی، بهداشتی و درمانی اشاره کرد که شهرهایی را که اغلب ساکنین از شهروندان اهل سنت هستند را دچار محرومیت شدید و فقر و بیماری کرده است. هشدار پولبران در کردستان و سوختبران در بلوچستان خود نوع دیگری از نقض حق حیات و حق شهروندی این رشته از جامعه است. در دو ماه گذشته و پس از قتل حکومتی مهسا امینی، دختر 22 ساله سقزی که موجی از اعتراضات در سراسر ایران و بسیاری از شهرهای جهان به راه انداخت، شهروندان کردستان و بلوچستان بیشترین آمار کشته شدگان را دارا هستند، زیرا نهادهای امنیتی در این شهرها از گلوله جنگی استفاده کردند. تنها در یک روز و در تاریخ 8 مهر 1401 نهادهای امنیتی و نیروهای نظامی رژیم به سوی نمازگزاران بلوچ در مسجد مکی زاهدان آتش گشوده و ده ها شهروند بیگناه بلوچ از جمله کودکان را به کام مرگ فرستادند. در همین راستا بود که مولوی عبدالحمید خواستار محاکمه عاملان و عامران این جنایت شد، اما پاسخ رژیم باز هم گلوله و آتش به سوی مردم بی‌دفاع بلوچ تا جایی که مولوی عبدالحمید از همه علمای اهل سنت خواست تا با مردم همراه شده و صف خود را از جنایتکاران و بشران فاسد رژیم جدا سازند. تنها یکی از ده ها مورد شکنجه و کشتار بی‌رحمانه ماموران با مردم بلوچ خدانور لجعی بود که با وجود جراحت از درمان به خود جلوگیری شد تا بر اثر خونریزی جان خود را از دست دهد. با تاب رفتار وحشیانه سرکوبگران با مردم ایران و به ویژه با شهروندان بلوچ موجی از همبستگی و همراهی در بین مردم ایران و حتی مردم سایر کشورها به راه انداخت. با وجود همه این تبعیض‌ها و ناعدالتی‌ها اما باز هم می‌بینیم که مردم در شعارهای اعتراضی خود نام ایران را فریاد زده و خواهان سرنگونی رژیم خودکامه و آپارتاید دینی آن هست. امید که به زودی سایر سرنگونی رژیم فاشیستی و جنایتکار جمهوری اسلامی و همچنین آزادی میهن و هموطنان ما باشیم. ممنونم. من همینجا سخنرانی تموم شده. مرسی که گوش دادیم. ممنونم جناب آقای شایگان. دست شما درد نکنه واقعا، با اینکه کسالت داشتیم واقعا متن خیلی خوبی آماده کردیم و واقعا هم خسته نباشیم. از دوستان عزیز اگر در رابطه با سخنرانی جناب آقای شایگان نقطه نظر دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که با ما به اشتراک بذارید. سپاس از همه دوستان، از همه عزیزانی که همه عزیزان سخنرانمون. بله جناب آقای شفایی بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی. من برای اهل سنت در واقع میتونم اینجوری بگم که واقعا با اینکه در قانون اساسی ما قید شده که اصلا جزء ادیان رسمی است، هیچ اعتباری به، یعنی هیچ حق شهروندی ندارند.
یکی از دلایلش اینه که شما در رأس قدرت، یعنی در قسمت‌های رده بالای حتی تا رده سوم جامعه هم نگاه کنید، امکان حضور اهل سنت به هر عضو شکل نیست. غیر از این مساجدی که اهل سنت دارن در واقع برچیده شده است، مثلا به خصوص در مثلا در مشهد، من یادم سال 80 و فکر میکنم نه 76 77 بود که به بهانه تخریب بازار، درست کردن بازار، مسجد اهل سنت رو بین بردن و اصلا دو سه روز در مشهد سر و صدا شد. یه دو سال بعد در زاهدان این کار رو کردن و الان هم حتی زمانهایی که مراسم دارن اهل سنت جایی برای خوندن نماز خودشون رو ندارن و میدونیم که یه چیزی نزدیک به حداقل 5-6 درصد از جامعه مردم ما اهل سنت هستن و این نقطه بسیار ضعف بزرگی که الان در جامعه ما هست و تعجب میکنم که چرا در واقع این اتفاق میفته و اکثر کسایی که در واقع مؤمنینی که اهل سنت هستن به مجردی که اعتراض میکنن به یک بهانه کشته میشن، حالا یا تو تصادف کشته میشن یا یک کسی ترورشون میکنه، یعنی بسیار بسیار خشن برخورد میکنن به این قضیه. و من یه مثال بزنم، یه آقای ذوالفقار نسب رو داریم به عنوان یه فوتبالیست تیم ملی، بسیار خیلی سرشناس، دکترا داره و بسیار تحصیل کرده. صحبتش بود برای دوره فکر کنم چند سال قبل برای مجلس میخواستن بیارن معرفی کنن برای فکر وزارت ورزش یا مسئولیت فدراسیون فوتبال، کاملا مخالفت که اصلا اجازه ندادن چون اهل سنت بوده. و واقعا این اتفاقای ناجوریه که در جامعه وجود داره و عملا هم داریم میبینیم این اعتراضا، همین اتفاقای کوچیک کوچیک و سرکوبایی که کردن الان دیگه صداها در اومده. داریم میبینیم که در زاهدان به خوبی، در کردستان این مقاطع بیشتر اهل سنت هستن، به اصطلاح معترضن، در ترکمن، به اصطلاح در ترکمن صحرا و همینطور در خوزستان. به هر حال این مشکلات اکثرا مربوط به همین، یا حتی در بندرعباس، اینا نقاطیه که بچهای اهل سنت هستند و متاسفم در واقع این قضیه رو. من فقط خواستم بیام کسی صحبتی نکرد، خواستم یه مقداری به صحبت‌های دوستمون اضافه کرده باشه. ممنونم جناب آقای شفایی. بله متاسفانه نقضایی که داره اتفاق میفته و میافتاد در واقع در رابطه با اهل سنت خب خیلی زیاده. البته همیشه مردمان بلوچ و در واقع مردم های سیستان بلوچستان همیشه مردم های آرومی بودن، یعنی ما هیچ وقت گذشته خیلی اعتراضاتی نمیدیدیم ازشون، همیشه سکوت بوده اونجا و درگیری به وجود نمی اومد. ولی خب این مشکلات کوچیک، نقضای کوچیک همه جمع شده روی همدیگه و الان به جای رسیده که واقعا بیشترین اعتراضات داره تو مناطق داره اتفاقات میفته و بیشتری کشته هم توی اون مناطق اتفاق میفته و همه اینا نشون میده که واقعا کاسه صبرشون واقعا لبریز شده. همه مردم اهل سنت که دیگه جای خودش داره و مردم بلوچستان هم که دیگه به خاطر اون محرومیت هایی که توی این استان هست خب چند صد برابر شده. در رابطه با مساجد هم فرمودی شما دیگه، خب متاسفانه هیچ جای کشور ما مسجدی برای اهل سنت نداریم، یعنی هرچی بوده از قبل بوده. همون چند تایی هم که توی زاهدان و سراوان اینا میخواستن درست بکنن، یادم پارسال خیلی هاشون رو تخریب کردن، یعنی تو اون مرحله صفرش بودن، تازه میخواستن پیریزی بکنن ولی همون اول اومدن جلوی کار گرفتن و همون چیزی هم که درست کرده بودن رو تخریب کردن و اجازه ندادن که اصلا مسجدی ساخته بشه. متاسفانه نقضاییه که داریم همون به اینه میبینیم در قبال اهل سنت. مرسی از شما. سراغ بخش بعدیمون میریم. بخش بعدیمون بحث آزادمون هست امروز با موضوع حق حیات، سالروز آبان 98. خب همونجوری که دوستان هم میدونیم توی آبان هستیم و سالروز اون اعتراضاتی که به خاطر بحث سهمیه
بندی شدن بنزین و بالا رفتن یهویی قیمت بنزین، اون اتفاقات به وجود اومد و مردم هم خب حالا به نشونه اون اعتراضات به خیابونا اومدن و اعتراضشون رو نشون دادن. توی اون اعتراضات حالا به گفته خود نهادهای امنیتی و دستگاه‌های جمهوری اسلامی ایران تقریبا 29 تا استان درگیر شدن توی این اعتراضات و خب این اعتراضات هم مثل تمامی اعتراضاتی که مردم توی گذشته داشتن خب به صورت مسالمت‌آمیز بوده، اما خب این اعتراضات کمی متفاوت بود. در واقع شروعش ابتداش به خاطر قیمت بنزین بود، ولی بعدش دیگه حالا فقط قیمت بنزین مطرح نبود و مردم با دادن شعارهای ضد حکومتی اعتراض خودشون رو نسبت به وضعیت کشور و نقض حقوقشون نشون دادن. اون روزهای اول خب اینترنت قطع شد، اول چند تا شهر اینترنتشون قطع شد، ولی بعد با دستور شورای عالی امنیت ملی اینترنت به طور سراسری قطع شد و بعدش هم دیدیم که نهادهای امنیتی با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به تلفن‌های همراه مردم سعی کردن که یه ترسی رو تو دل مردم بندازن و مردم رو مجبور کنن توی خونه بمونن. اما بعد از قطع دسترسی سراسری مردم به اینترنت، حکومت تمامی معترضان رو متاسفانه توی خیابون قتل عام کرد و اون تعدادی رو هم که نکش یا بازداشت کرد و خب توی بازداشت هم همه میدونیم چه اتفاقی و چه اتفاقاتی میفته، اون شکنجه هایی که علیهشون میفته و به خاطر اون شکنجه حالا یا کشته میشن یا اتفاقات بدی براشون میفته و خب بعدش هم اون بحث حبس های طولانی مدتی که هممون شاهدش بودیم. توی اون اتفاقات خب رئیس جمهور وقت آقای روحانی هیچ چیز رو خب گردن نگرفت، نه بحث بالا رفتن قیمت ها و نه اون بحث کشتار مردم. اما صرف نظر از مسئولیت حسن روحانی، طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه‌ای فرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانه. بنابراین نیروهای مسلح کشور، حالا چه سپاه باشه، چه بسیج باشه، چه نیرو انتظامی باشه، هیچ کدومشون بدون اجازه علی خامنه‌ای حتی نمیتونن یه تیر به سمت معترضا شلیک بکنن. پس بنابراین نتیجه میگیریم که مسئولیت تمام کشته شدگان، حالا چه توی خیابون و چه توی زندان، بر عهده خود آقای خامنه‌ایه. اما از سال 98 تا به الان 3 سال گذشته، اما همچنان حکومت از یادآوری اون روزا هراس داره. خانواده‌های کشته شدگان هنوز تحت تهدید و فشارهای امنیتی هستن و خیلی‌هاشون حتی نتونستن برای عزیزانشون مراسم یادبودی بگیرن. خیلی از کسایی که توی اون دادگاه بین‌المللی آبان هم شرکت کردن به عنوان شاهد تا شهادت بدن به جنایت‌های جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه بعداً دیدیم که همشون دستگیر شدن و حبس‌های خیلی طولانی مدتی براشون صادر شد. حتی خود جمهوری اسلامی با برگزاری این دادگاه حالا میگفت که این دادگاه تبلیغاتیه و فقط برای تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران. اما با گذشت این همه سال خب صدای مردم خاموش نشده و طی این سالها مردم برای برقراری عدالت و گرفتن حقوق انسانیشون کشته دادن. حالا همینطور که میدونید مردم بیشتر از 50 روزه که دست به اعتراض زدن. توی همین 50 روزی که گذشته طبق آماری که بیرون اومده بیش از 300 نفر کشته شدن. خب این آمار هم میدونیم که هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه. تعداد بازداشتیامون چیزی که به طور رسمی ما میشنویم و دیدیم حدوداً 1600 نفر بازداشت شدن و تعداد خیلی زیادی هم ناپدید شدن که خب هیچ خبری از اونا در دست نیست، ولی مردم هنوز توی خیابونا هستن و جوانها به شکل‌های مختلفی دارن اعتراضات خودشون رو نشون میدن و هنوز چراغ این اعتراضات توی خیابونها روشنه. میخوام که از شما دوستان عزیز توی بحثمون امروز شرکت بکنید. سوالی که پیش میاد و خیلی حالا دوست دارم دوستان در این رابطه نظراتشون رو با ما به اشتراک بذارن. توی این مدت 3 سالی که میگذره از آبان 98 تا به الان، شما دوستان چه تغییراتی رو حس کردید توی
این اعتراضات، آیا شعارها و مطالبات مردم و همینطور همبستگیشون نسبت به گذشته تغییر کرده یا نه؟ خیلی دوست دارم که نظرتون رو بدونم در این رابطه. و یه چیز دیگر هست در رابطه با دادگاه بین المللی آبان که عرض کردم خدمتتون. خب دادگاه آبان رو خیلی همون دیدیم برگزاریش رو و پیگیری کردیم. خیلی معتقدن که ضمانت اجرایی نداره این دادگاه و خب حالا واقعا هم نداره ضمانت اجرایی، ولی برگزاری اینجور دادگاه ها به نظر شما واقعا مثبت تأثیری داره اصلا یا نه؟ اینم ممنون میشم دوستان اگر که در این رابطه هم نظری داشته باشن خوشحال میشم که نظرتون رو بشنوم. دوستان عزیزی که تمایل دارن در بحثمون شرکت بکنن میتونن با یک علامت دست بنده راهنمایی کنن تا مایک رو در اختیارشون بذارن. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. ادب و احترام، خسته نباشید خدمت همکاران. بابت سوالی که فرمودید جناب ناصری عزیز، یه مطلبی این مورد خیلی مهمه در این اعتراضات اخیر نسبت به اعتراضات گذشته، و اینکه دلیل این اعتراضات و این خیزش مردمی و این انقلابی که داره صورت میگیره خیلی متفاوت نسبت به دفعات قبلی. دفعات قبلی شاید بر مبنای گران شدن بنزین بوده یا گم شدن آرا بوده، یه سری دلایل خیلی میشه گفتش که ظاهری میتونستیم میبینیم که مردم بس خیزش رو بحث اعتراضاتشون رو بیان میکنن، ولی این بار به این دلیل انقلاب بیداری نامیده شد که یه شعار خیلی خاص داره که در دفعات قبل اصلا بهش نرسیده بودن، به نوعی همیت اون جدیت درش نبود اعتراضات گذشته، و اون شعار زن زندگی آزادی این بار اما شد درد مشترک از نظر بنده با تمام مردم در سر تا سر این کره خاکی، که امروز بعد از گذشته حدوداً 50 و چند روز مشاهده میکنیم که تمام دنیا بابت این اعتراضات دارن پیگیری میکنن و به شدت به دنبال این هستن که به نتیجه برسه. مردم فشار میارن روی حالا دولت هایی که هست و کم کم به نتیجه خواهد رسید، و این خیلی متفاوت میکنه این مورد رو نسبت به موارد گذشته. و اینکه قشری که امروز بلند شده و سطح در خیابان ها داره می جنگه برای این آزادی، برای زن زندگی آزادی، دانش آموزان هم جز بشن، یعنی شما ویدیوهایی که میاد و مشاهده میکنیم از بچه و کوچیک و بزرگ امروز تو خیابونن، و این نشون از خیلی واقعیت هایی میده، سوای این که رسیدن مردم به جایی که دیگه هیچ بحث اقتصادی کمرشون رو خورد کرده و هیچ چیزی دیگه ندارن از برای از دست دادن، ولی اون فهم سیاسی مردم این که دیگه اینها نمیتونن، دیگه اینها کاری از دستشون بر نمیاد به غیر از خرابکاری، چی رو نمیتونن درست کنن، و فهمیدن که باید برن و ایستادن برای اینکه اینها رو بیرون کنن تا بتونن از برای باقی موندهش فکری بکنن و بسازن. فکر میکنم این خیلی متفاوت میکنه این اعتراضات رو نسبت به گذشته. ممنون از وقتی که در اختیار بنده دارید. مرسی از شما جناب آقای لطفی، کاملا درست میفرمایید. این اعتراضات کلا اصلا متفاوت نسبت به گذشته. حالا بیشتر ما اعتراضاتی که حالا گذشته دیدیم سوای اون بحث انتخابات 88 خیلیش به خاطر وضعیت معیشتی مردم بود، به خاطر فقر، به خاطر بیکاری، ولی این سری کلا متفاوته، اصلا کلا فرق میکنه، هم رنگ و بوی شعارا فرق میکنه، هم نوع اعتراضا فرق میکنه، قشری که توی اعتراضا دارن شرکت میکنن خیلی متفاوته نسبت به گذشته، و میخوایم در رابطه با همین تفاوت‌ها صحبت کنیم، یعنی خیلی دوستان در این رابطه صحبت کنم، این تفاوت‌ها چی از نظرشون
حالا یکیش بحث همون شعاراست، حالا شما بهش اشاره کردید بحث شعارا، ولی خیلی مطالب دیگه هست در رابطه با رده سنیه که الان میبینیم توی خیابونا هست و نسبت به گذشته خیلی متفاوته. در این باره صحبت کنیم که دهه 80 ها الان توی خیابونن، دهه 70 ها تو گذشته ما این ندیدیم و یا خیلی کم دیدیم. بحث این همبستگی است نبود قبلا تو برهایی مثلا اعتراضاتی که پیش می اومد، حالا یه استان یا دو تا استان تک و توک مثلا می اومدن اعتراض می کردن، ولی بعد از مدتی می دیدیم که آروم می شد. ولی الان می بینیم که همه ایران با هم داره اعتراض می کنه و این همبستگی رو خوبه در موردش الان صحبت کنیم. نظرتون چیه؟ چه اتفاقی افتاده که این همبستگی به وجود اومده و مردم اینجوری پشت هم دیگه در اومدن؟ جناب آقای مهران بفهمید، خواهش میکنم، میشنویم شما. بله ممنونم، درود عرض ادب مجدد خدمت شما و وقتی که در اختیار من قرار دادید. عقیده‌ای که من دارم این هست که ببینید، ما نمیتونیم بگیم این اعتراضات متفاوت از اعتراضات گذشته است. ما میتونیم بگیم این اعتراضات دنبال رو و تکمیل کننده اعتراضات گذشته است. قطع به یقین هر مردم توی هر کشور هم آزادی های سیاسی اجتماعی میخوان، هم امنیت و رفاه اجتماعی میخوان. رفاه اجتماعی میخوان که مشمول مسائل مالی هست، مشمول مسائل حقوق هست، یعنی هم منتالی هم فیزیکالی مردم یک کشور یک سری توقعات از دولتشون دارن. من معتقدم این انقلاب در راستای اعتراضات قبلی بوده. خب ملت ایران اومدن اصلاحات رو انجام بدن، دیدن که فایده ای نداره. بعد اومدن اعتراض کردن به مسائل اقتصادی، بازم دیدن فایده ای نداره. هر گونه فعالیتی که ملت ایران داشتن از نظر نظام جمهوری اسلامی مترادف بود با اقدام علیه امنیت ملی. این در مبحث کلان قضیه. در مبحث خرد قضیه هم اقوام و ملل ایرانی فقط الان نیست که معترض هستن به دولت جمهوری اسلامی. 43 سال هست که اعتراضات در گوش و کنار این مملکت انجام شده توسط ادیان مختلف، توسط اقوام مختلف در استان در استانهای محروم. تمام اینها در این 43 سال جمع شد و وقتی که ملت ایران متوجه شد از هیچ راه مسالمت آمیزی، یعنی نه از طریق انتخابات، نه از طریق اصلاحات، نه از طریق انتخابات مجلس، نه از طریق گفتمان نمیتونه با این دولت صحبت کنه، منتظر یه جرقه بود و اون جرقه با کشته شدن مهسا امینی شروع شد. من اینجوری بحثم رو ادامه میدم و بعد هم خاتمه میدم که وقت در اختیار سایر دوستان قرار بگیره. در ابتدای اعتراضات سوال تمام مردم ایران این بود که آیا میشه اسم این رو انقلاب گذاشت یا نه. ما اگه بخوام علمی به قضیه صحبت کنیم، چون قبلا هم در این مورد قبلا صحبت کردیم ولی خدا رو شکر این امر اتفاق افتاد، تعریف انقلاب این هست که یک انقلاب 4 مرحله داره: مرحله شروع، ادامه، گسترش و تثبیت. وقتی که شروع شد، خب شروعش با اعتراضات پس از کشته شدن قتل مهسا امینی بود. وقتی که ادامه پیدا کرد و الان 2 ماه هست داره ادامه پیدا میکنه، این شاخص ترین عنصریه که این اعتراضات رو تبدیل به انقلاب میکنه و از اعتراضات قبلی متمایز میکنه. ولی اینی که ما بگیم جدای از اعتراضات قبلی نیست، این اتفاق در عرض یک روز نیفتاده. 43 سال عقده مردم توی تمام موارد جمع شده بود، اما خوشبختانه این مرحله شروع که انجام شد مثل مراحل قبلی 88 یا آبان 98 فقط شروع نبود و الان در مرحله ادامه هست و در مرحله گسترش، یعنی داره وارد مرحله گسترش میشه. فاصله بین مرحله گسترش و تثبیت میشه پیروزی انقلاب. خیلی ممنون که این وقت رو در اختیار من. ممنونم آقای مهران، سپاسگزارم. ببینید بحثی که ما میگیم متفاوته، نه اینکه حالا قول شما یه روزه هیچ وقت انقلابی صورت نمیگیره اصلا. بحث این تفاوته، خب الان چندی ساله داریم واقعا مردم میان توی خیابون اعتراض میکنن برای گرفتن حقشون، حالا به هر دلیل و بهانه، حالا چه بحث معیشتی باشه چه حق و حقوقشون واقعا باشه، ولی هیچ وقت ادامه دار نبوده. یعنی توی هر مقطعی که ما دیدیم دیگه از 88 که دیگه فکر نمیکنم بیشتر بوده باشه، 88 یه جمعیت خیلی کثیری واقعا اومدن توی خیابون و اونجوری کشته شدن، اون اتفاقات افتاد.
اون گستردگی بود که تقریبا توی همه استانهای ایران بود، ولی مدت زمانش دیدیم که چقدر کوتاه بود نسبت به این اعتراضاتی که الان داریم میبینیم. ولی این اعتراضات الان کمی متفاوته، یک به خاطر دنباله دار بودنشه، به خاطر گسترده بودنش و دنباله دار بودنشه، یک به خاطر دیدگاه مردمه. شعارهایی که قبلا میدادن توی حالا اعتراضاتی که قبلا همه شاهدش بودیم همش مرگ بر فلان و مرگ بر فلان بود، ولی الان میبینیم اکثرا حقشون رو دارن مطالبه میکنن. این اکثر شعارها به سمت حق طلبیه و اینه که متفاوت کرده حالا این اعتراضات رو نسبت به اعتراضات که در گذشته ما میدیم. من صحبت هم کوتاه میمونم دوستانم بتونن صحبت بکنم. جناب شایگان بفرمایید، خواهش میکنم، بیشتر شما. ممنونم آقای ناصری که دوباره به من وقت دید. من با آقای انصاری نژاد موافقم. ما نمیتونیم بگیم تفاوت در این تکامل، در واقع اینکه چرا نسل‌های متفاوت، شروعش با نسل جوان بود ولی نسل‌های متفاوت بهش گرویدن. خب میتونیم این مدلی بگیم که از اعتراضات گذشته درس گرفتن و ضعف‌های خودشون رو پوشش دادن و از تیر حواشی نشدن. این یکی از عمده‌ترین و مهم‌ترین دلایلیه که اثیر حواشی نشدن. دلیل دوم که خیلی مهمتر از دلیل اولم هست، حضور پررنگ بانوان بود. خانم‌ها خیلی تو این انقلاب که در حالش انجام هست خیلی نقش پررنگی داشتن. و دلیل سومش هم مشارکت ایرانیان خارج از کشور و اطلاع رسانی با مردم کشورهایی که بودن، یعنی اومدن چی میگن این مردم این جوامع رو مورد خطاب قرار دادن، نه با دولت ها سرکار نرفتن سرکار بشن که شما چرا نمیاد. و این افکار عمومی که تو کشورهای مختلف بود دولت ها رو مجبور کرد که واکنش نشون بدن. فکر میکنم یکی از دلایلی که شما دقت کنید، شما همونجوری که گفتیم توی آبان 98 در عرض 3 روز که اینترنت رو قطع کردن 1500 تا شاید هم بیشتر ما متاسفانه کشته داریم، اما اینجا در عرض نزدیک به 60 روز 300 خورده ای شده. یکی از دلایلش هم میتونه باشه که افکار عمومی جهان دارن جمهوری اسلامی رو نظاره میکنن. یکی از دلایلش میتونه این باشه به نظرم، حتی که 300 که هیچی، حتی 3 نفر هم به نظر من زیاد هیچ دولتی نباشه اعمال خشونت کنن. در مجموع من فکر میکنم که تکمیل کننده اعتراضات گذشته بود یک، و دوم این که تصمیم خیلی مهمی مردم ایران گرفتن و این تصمیم مصمم هستن که به اون حقوقی که حقشون هست برسن. ممنونم که وقت در اختیار من گذاشت. مرسی آقای شایگان. قطعا آگاهی مردم خب نسبت به گذشته خیلی بالاتر رفته و واقعا این سری دیگه واقعا دوباره گرفتن حقشون هستن، یعنی کاری ندارن دیگه الان رئیس جمهور کیه، نمیدونم رهبر کیه، فلان کیه، اصلا کاری بهش ندارن دیگه. همه مردم دوباره هستن که حقشون رو بگیرن و میدونن و رسیدن به این نقطه که گرفتن حقشون با وجود جمهوری اسلامی ایران شاید اصلا امکان پذیر نباشه. برای همینه که الان کلن همه و همه الان دیدگاهشون، من با خیلی صحبت میکنم، همه دیگه دیدگاهشون اینه که دیگه اصلا جمهوری اسلامی نباید باشه. یعنی چه کسایی که حالا دیدگاهشون تجزیه طلبی که نه، حالا نمیشه گفت تجزیه طلبی، براندازی باشه، چه کسایی که فعال حقوق بشرن، چه کسایی که فعال حقوق سیاسی هست، همه الان دیدگاهشون یه جورایی که کلا اصلا جمهوری اسلامی نباید باشه تا بعد در مورد بقیه مسائلش بتونن صحبت کرد بشه به فکر فردای آزادی باشیم، بعدش میشه در مورد صحبت کرد. ولی الان همه متفقن که فعلا جمهوری اسلامی فقط باید بره تا بشه در مورد بقیه مسائل هم صحبت کرد. جناب خسرو پناه بفرمایید، خواهش میکنم، بیشتر شما رو. با سلام مجدد. تفاوت دو نسل رو من
نسل دهه 60 و نسلی که الان دهه 80 توی مدرسه، وقتی دهه 60 توی مدرسه، تفاوت نسل ها اینه، ما اینقدر ساده لوح یا زود باور بودیم، وقتی به ما توی مدرسه میگفتن آقا شما باید مثلا شعار مرگ بر آمریکا بدید، از ناآگاهی طوری که آقا فریاد بزن صدات با آمریکا برسه. خب دوران بچگی و اون سیستم خودش، ولی الان با یه نسلی طرف هستیم که همه دوستان هم فکر کنم دیدن دیگه، دانش آموزی توی مدرسه اون شعار رو دیگه قبول نمی کنه، دیگه شناخته اون، به اون آگاهی رسیده که دشمن واقعی چیه. اون شعاری که میگه مرگ بر دیکتاتور، چیزی که دشمن واقعیشو میگه، و اینکه این زنجیره آگاهی مردم من فکر کنم خیلی داره محکمتر میشه، دیگه مردم آگاه شدن، گول اعتراضات قبلی رو نمیخورن، اعتراضات 88-96 که به هر طریقی دوچار حیله آخوندی شدن که چونم ایکس اینو گفته، رأی من کو، آقای موسوی، آقای احمدی نژاد، دیگه مردم آگاه شدن، دیگه این آگاهی منتظر چیزی از معجزه مردم از غرب، از چه می‌دونم امریکا نیستن، مردم الان میدونن فقط راه نجاتشون نبودن جمهوری اسلامی، نبودن حکومت آخوندی، راهی جز این ندارن، وگرنه هیچ دست معجزه‌ای برای اینا وجود نداره. ممنونم که این وقت رو من ممنونم آقای خسرو بنا. بله ما بچه بودیم، متاسفانه توی مدرسه از این شعارها کم ندادیم، باید همه هم نسلای من اینو تجربه کردن که توی مدارس چیا که به خورد ما ندادن و ما هم به قول شما ساده‌لوح بودیم و انجام میدادیم. جناب آقای طایف بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. بله درود خدمت همه دوستان، خسته نباشید، و خدمت جناب آقای شفایی. عرض کنم که در جواب جناب آقای خسروپناه میگم که جدیداً تو اینترنت من دیدم که می نوشتن که هیچ پیامبری به اندازه اینترنت ما رو به راه راست و آگاهی هدایت نکرد. واقعاً در زمانی که ما دهه 60 یا بچه بودیم چشممون رو باز کردیم، فقط توپ و گلوله و مسلسل و آژیر خطر و اینا رو شنیدیم و تماماً در استرس بزرگ شدیم. و خب به طب وقتی هیچ آگاهی نیست و تو مدرسه هم میگن که اینی که داره بوم میندازه خانوادت رو میکشه، بگو مرگ بر آمریکا، خب به طب ما هم حالا یا از روی ساده لوحی یا از روی بدون اطلاعاتی خانواده هم هیچی نمیگفتن، بعد بالاخره نتیجهش میشه امروز اینی که میبینیم دیگه. و در مورد سوالی که فرمودی یا دوستان که صحبت کرده، یه چند مورد من یادداشت کردم، همینطور که جناب آقای مهران و آقای شایگان فرمودن، این انقلابی که الان این هست یا اعتراض، حالا من خودم به شخصه میگم انقلاب، مکمل اعتراضات قبلیه که ما همیشه بالاخره رو به جلو هستیم. وقتی یک بچه، یک ملتی، یک جامعه یا یک چیزی رو میخواد و نمیرسه بهش، دفعه بعد مطمئنن درخواستش بیشتر میشه، دفعه بعد مطمئنن صداش بلندتر میشه، قدرتش، توانش، بالاخره همیشه انسان این دیگه رو به جلو هستیم. وقتی چیزی رو میخواییم و به دست نمیاریم، مصممتر میشیم، آگاهیمون بیشتر میشه، میبینیم همه دارن ما نداریم، باز مصممتر میشیم، پامون رو محکم میکوبیم که ما باید به این هدفی که داریم بالاخره باید برسیم. و همونطور که قبلا هم این مثال رو گفتم، بالاخره یه سدیه کشیدن جلوی یه ملتی، یه آبی 43 سال و این سد ترک برداشته و هر دفعه که این آب فشار میاره، این ملت فشار میاره این سد رو بشکنه، این ترک ها بیشتر و بیشتر میشه و بالاخره این یه روزی خواهد شکست. و این اعتراضی که این الان هست تقریبا ادامه روی، یعنی تقریبا که نه حتی مطمئنم، یه ادامه روی اعتراضات آبانه. خب قبلا هم اعتراضاتی بوده، اعتراضات بوده که برای رنگ بنفش و سبز، خب همه دانشجوهای دهه 60 70 یا 50 یا اکثرا بیرون بودن، ولی خب الان دهه 80 دیگه گول این حرفا رو نمیخوره، گول رنگ و چیزای دیگر رو نمیخوره. اون موقع می اومدیم بیرون و بالاخره در نهایت اعتراضی که اگه
قشری هم که می اومد واسه رنگ بنفش بود، اگه پیروزم می شد نتیجه بازم جمهوری اسلامی مونده بود، یعنی نتیجه اون پیروزی یک طرفی اون چیزا رو هدفه رو عوض نمی کرد. چون بالاخره هر کی پیروز می شد بالاخره باز موجودیت جمهوری اسلامی بود. ولی الان اعتراض از آبان که شروع شد الان ادامه روشه، نتیجه شعار اصلی همینه که هدف کل نظام، شعاری که الان مهمه و متمایز میکنه اینو با بقیه، میگه هدف کل نظامه. ما حکومت دینی نمیخوایم. یا الان روسری‌ها رو دارن باز میکنن و همینطور که میبینین میگن که آقا اصلا بدون روسری ما نمیتونیم. آخوندا میگن یعنی اون کل موجودیت نظام ماست، یعنی کلا میرن زیر سوال اینا. و یه چیزی که واقعا خود منو منقلب کرد دهه 80 ها هستن که بعد من واقعا مثلا بعضا میدیدم و این فکر رو اشتباه میکردم، اقرار میکنم خب انسانیم اشتباه میکنیم، بعضا میدیدم بعض دهه 80 ها یا اواخر 70 ها مثلا پسر هستن ابروهاشون رو برداشتن یا یه تیپ های دیگه ای لباس میپوشن که متفاوت از ما هستن. بعد واقعا این فکر رو میکردم که اینها آینده ایران دست ایناست، واقعا به کجا داریم میریم؟ ما همش سرشون تو اینترنته، همش دارن مثلا بیرون با دوستاشون میگردن، یا مثلا میرفتیم تو میدیدم مثلا تو کافه ها نشستن مثلا سنای کمی دارن 15 سال 14 سال 17 سال، میگفتم خب من تو این سن درس میخوندم میرفتم کار میکردم، ولی خب اینا همش فقط اینا میخوان آینده ایران رو، واقعا اینا معجزه کردن. حالا دلیل اصلیش واقعا نمیدونم این جرقه از کجا خورد که این نسله برخاست، ولی واقعا این فکر در خود من اشتباه بود که مثلا میگفتم اینا میخوان آینده ایران دست ایناست. واقعا این جمهوری اسلامی با این فرهنگ سازی غلطی که کرده این جوانای ما رو یا خود ما رو اصلا به بیراهه برده، واقعا آینده ایران چه خواهد شد؟ ولی امروز میبینیم که کاملا اصلا دگرگون کردن، نه فقط خود ایرانو، نه فقط بزرگسالای ایرانو، کل دنیا رو دگرگون کردن. واقعا الان من تو جامعه آلمان میرین بیرون واقعا اصلا خودشون متحیرن که این همبستگی رو دارین شما، این همه مرد واستادین پشت زناتون، چرا نمیتونین حقیتون از این جمهوری اسلامی بگیرید؟ من به چند تا از دوستای آلمانی فرستادم که سنای بالایی هم داره، میگم بالاخره دارین جواب میگیرین. یا مثلا دیروز پیروز اولاف شولز صحبت کرده بود، من همه میگفتن که آقا اولاف شولز بیدار شو، بعد من واسه شون فرستادم، همه شون میگفتن که حرفتون رو شنید بیدار شد و مطمئنا نتیجه میگیریم. و در نهایت آخرین جنبندی رو این بگم که هدف ما کل نظامه و اصلی ترین تفاوتی که این جنبش داره با بقیه اینی که شعار رو مستقیم میگه، دیگه من و من نمی کنه. دیکتاتور هدف کل نظام، جدایی دین از سیاست، یعنی کلیت نظام رو زیر سوال برده و خواستار یک تغییر اساسی، نه خواستار این که کل نظام بره از بیخ و بن بزنیم و از نو بسازیم. مرسی از اینکه مایک رو در اختیار من. متشکرم آقای طایب. یکی از دلایلش به نظر من حالا بحثمون وجود اینترنت و بحث آگاهی نسل جدیده که خب خیلی متفاوت نسبت به نسل ما و حالا کمی قبل‌تر، که خب این آزادی ها رو نداشتیم، این آگاهی ها رو نمیتونستیم، مثلا جایی نبود که بخوام بریم پیدا بکنیم. الان نسل جدید دهه 80 ها یا دهه 70 ها که داریم میبینیم الان توی خیابونا و واقعا هم آگاه شده، یعنی با آگاهی کامل میان توی خیابون، با آگاهی کامل شعار میدن، با آگاهی کامل حقشون رو طلب میکنن. یکی از دلایلش به نظر من وجود همین اینترنت و اطلاعات درسته، یکیش هم وجود پدر مادرایی که آگاه شدن نسبت به قبل. خب حالا پدر مادرای ما حالا مال نسل قدیم بودن، خب اون آگاهی های لازم شاید نداشتن که بخوام به ما انتقال بدن، حالا نمیشه 100% گفت، ولی خب اکثرا اینجوری بودن، اکثرا واقعا خودشون آگاه نبودن که بخوان اصلا بچه‌هاشون آگاه کنن. ولی الان متفاوته، الان پدر مادرایی که الان چه میدونم مثلا 40 سالشونه 45 سالشونه، بچه‌شون
17 سالشه 16 سالشه خب خیلی آگاه هم به تبع بچه هاشون هم آگاه میشن و همین میشه که توی مدرسه وقتی میان میگن باید شعار بدید یه کسی گوش نمیکنه اصلا، کسی اصلا بهش اهمیت نمیده، این اصلا دیگه باب نیست چون دیگه میدونن کسی شعار نمیده دیگه، هیچ مدیری نمیاد توی مدرسه بگه باید بیاد بگه مرگ بر آمریکا یا مرگ بر اسرائیل، چون میدونن کسی انجام نمیده و دیگه این کلا اصلا افتاده دیگه از سر همه، و اینم به خاطر بالا رفتن همون آگاهی است به نظر من. جناب آقای مهران بفرمایید، خواهش میکنم. درود عرض ادب مجدد و مرسی که وقت را در اختیار من مجدد قرار دادید. خیلی ممنون از توضیحات دوستان عزیز و شما. من خدمتتون عرض کردم اتفاقا ببین ما وقتی داریم از تفاوت صحبت میکنیم خیلی باید مواظب باشیم که چه نوع از تفاوتی، که همین نوع گفتمان ما باعث سوء استفاده خود همین حکومت نشه. ما هیچ تفاوتی در محتوای اعتراضات نداریم، تفاوت در ساختار اعتراضات داریم. یعنی اون 43 سال قبل ما حقوق بشر نمیخواستیم، یا تعریف حقوق بشر توی 43 سال قبل با الان تغییر پیدا کرده، فرق کرده. نه تنها توی این 43 سال، در تاریخ بشریت حقوق بشر تغییری نداشته، تساوی حقوق زن و مرد، حاکمیت مطلق یک نفر به همه. پس وقتی ما بگیم متفاوت، اگر متفاوت رو تمایزش رو عنوان نکنیم که تفاوت ساختاری و نه تفاوت محتوایی، این خودش باعث میشه که ما یه مشروعیتی به نظام بدیم که آقا اینها قبلا کارشون درست بوده، اعتراضایی که انجام شده هم اصلا حالا بر مبنای یک سری مثلا شاخصهای غیر منطقی بود، ولی الان اعتراضات دیگه فرق داره. نه، فرقش فقط به لحاظ ساختاری و کاملا طبیعیه که به لحاظ ساختاری هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه سال 88 دهه 80 ما 8 سالشون بوده، ولی الان دیگه بزرگ شدن، تینیجر شدن. بله دوستان عنوان کردن، دلیل دیگه سوشال مدیا، دلیل دیگه ورود زنان به جامعه اعتراضی، دلیل دیگه ریختن ترس اقوام و ملل بعد از 43 سال ظلم. مردم ایران 12 فروردین 58 فهمیدن چه کلایی سرشون رفت، کاری نمیتونستن بکنن. همون دیدی که اون موقع داشتن که انتخابات انجام شد، آره یا نه بدون هیچ گونه آلترناتیوی، فهمیدن دنیا دست کیه. ما باید باهوش باشیم، تفاوت محتوایی به هیچ وجه نداره، همون حقوقی که از زمان مشروطه خواستارش بودیم، یعنی عدم حکومت یک فرد به کل جامعه، که خب اون موقع مشروطه سلطنتی شد، گفتن قدرت پادشاه کمتر میشه، ولی خب بعدش دیدیم که کمتر نشد. این ملت همان ملت، تفاوت فقط در ساختارها است. و در خصوص تفاوتی هم که شما به درستی فرمودید، من همون اولم عرض کردم بله تفاوت عمده دیگر هم اینه که اعتراضات قبلی با شروعش خاتمه پیدا میکرد، ولی الان ما از مرحله شروع و ادامه گذشتیم و به مرحله سوم که همون مرحله گسترش اعتراضات هست رسیدیم. خیلی ممنونم که وقت مجدد در اختیار من قرار. مرسی، ممنونم جناب آقای مهران. جناب آقای حسن زاده بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. درود و وقت بخیر. صدای من هست آقای ناصری؟ بله آقای حسن زاده عزیز، بفرمایید. بله. خیلی ممنون که به بنده وقت دادین. من به سخنهای قبلی آقای انصاری نژاد اشاره میکنم که در مورد حالا یک سری گفتن که 43 سال داغ دارن. خب اصلا من مخالفم بگین نسل های قبلی آگاه نبودن یا نه. به نسبت همون چیزی که دوستان گفتن، به نسبت توسعه صدا و سیما، به نسبت توسعه تبلیغات و رسانه ها و اینترنت، نسل قبلی هم درست آگاهی هاشون کمتر بوده، ولی خب اقداماتی داشتن، نقطه نظراتی داشتن. اگر بنده حالا به نظر خودم، چه اشتباه چه درست، اگه بنده تو انتخابات سال 88 که 30 سالم بوده تقریبا چیز شرکت نکردم، به خاطر شنیده هایی بوده که مثلا از پدرم داشتم. پدر بنده نظامی بودن، از همون ابتدا جوری که من شنیدم و بعدا هم توی حالا مباحثشون با فامیل و بستگان دیدم و شنیدم، از ابتدا با جمهوری اسلامی مخالف بوده. به چه دلیل؟ دلیل خودشو داره، حالا هرچی، ولی یک نظامی آموزش دیده تو زمان شاه بوده. خب این صحبت‌های پدرم یا این که
از بچگی می دیدم که ساعت نمیدونم 8 ربع کم یا 9 ربع کم شب میشنس اخبارهای حالا رسانه های دیگر با اون پارازیت سنگینی که روش میافتاد میشنس گوش میداد. خب ما هم بعضی موقع اینا رو گوش میدادیم، پای صحبت هاشون، پای نمیدونم استدلالاش میشستیم. این که نسل قبلی هیچ تأثیر توی این قیام و انقلاب سراسری نداشته، این اشتباه محضه. این که ما بله الان یک بچه یک موبایل یا یک لپتاپ به دستش بدونی که اصلا بهش بگی خودش سر در میاره چی کار کنه. سطح هوش بالا رفته به خاطر که پدر مادرها اجتماعی تر و آگاه تر شدن. من تایید میکنم هر دوستان. یه جنبه دیگه این انقلاب نقش پررنگ زنان ایرانه. ببینین تو اون جنبش کارگری ساده توی آمریکای شمالی چه اتفاقاتی افتاد که این به اروپا کشیده شد، به نیوزیلند کشیده شد، به اون سر دنیا. اسم نیوزیلند رو که میارم خیلی فاصله داره از آمریکای شمالی و اروپا، ولی این جنبش یه روزی به نام روز جهانی زن 8 مارس تبدیل شد و الان خیلی از کشورها 8 مارس براشون تعطیله. خب یعنی تعطیل رسمی بها دادن به اون جنبش بانوان. من فکر میکنم انقلاب پیش روی ایران اگر حالا به هر شکلی با هدایت با خودجوشی خود مردم به ثمر برسه، بدون اینکه تبلیغات گسترده یا هزینه گسترده مثل تبلیغات جمهوری اسلامی که برای مذهب شیعه داره تو کل دنیا انجام میده، بدون هیچ هزینه این انقلاب صادر خواهد شد. یعنی باعث آگاهی و بیداری بیشتری میشه، نه تنها توی منطقه و کشورهای عربی بلکه تو کل دنیا. تأثیرش هم اینجاست. ببینید این که میگم، خب طبق سند یه کاریکاتوریست آلمانی میاد میشینه یک تصویر رو میکشه در دو بخش، کشور ایران رو حالا نمادش برج آزادی تهران رو نشون میده با دو تا مسجد پشت سرش، و کشور دویشلند یا آلمان رو میاد با نمادهای حالا خودشون یا همون اسکای ویو خودشون از شهر برلین یا هامبورگ از پشت سرش نشون میده. توی کشور ایران یه خانم داره رو سرش آتیش میزنه، توی کشور آلمان یه آقای مسلمون با ریش بزرگ با 3 تا زن محجبه چادر چاخچون داره راه میره. یعنی چی؟ یعنی ما تو سال 2022 ایران داره رو سری آتیش میزنه، ما بر گستره حجاب توی کشور اون داره روزافزون میشه و افزایش پیدا میکنه. این همون صدور انقلابیه که توی ایران داره رخ میده. من به واسطه اینکه اولاف شولتز میاد حرف میزنه، خب اینا طبقه بندی داره. ببینید از ماها قبل آقای رونتگن شروع کرد به یه سری توییت زدن ها، یه سری سخنرانی ها این ور اونور تو حزبشون. آقای رونتگن یکی از بزرگان حزب CDU آلمان هست و من توییت هاشو میخونم و همچنین ریپلای هایی که رسانه ها به توییت های ایشون میدن. ببینید تا زمانی که CDU و SCU حاکم حزب حاکم آلمان بودن زمان خانم مرکل، هیچ خبری از حمایت مردم ایران نبود. هیچ. الان اسپیده و گرون شدن حزب حاکم دولت آلمان، آقای رونتگن زبون باز کرده و در قبال مردم ایران مسئول شده و شروع میکنه توییت زدن. خب این یه طبیعت دیگه. به قول شما ماها باید آگاه باشیم که بچه هامون این نگرش رو داشته باشن. ماها باید پای صحبت همدیگه بشینیم این آگاهی رو انتقال بدیم که بچه هامون هم بشنون. بابا این که آقای رونتگن سید او میاد میگه، همه میگن دمش گرم، توییتاشو ری توییت میکنن، به این ور اون ور استوری میکنن، این زمینه حمایتی نداره. ایشون تبلیغ حزبشه، ایشون اپوزیسیونه الان دولت آلمانه و میخواد از هر طریقی دولت کنونیشو بکوبه برای انتخابات بعدیش. یا یه مثال دیگه براتون بزنم. سپ بلاتر مدیر فوتبال دنیا بود، رئیس فیفا بود، به چه خاطر از کار برکنار شد همه میدونیم، لزومی نداره بینیم سراغش. اما شما اینه نگاه کنید، همین امروز به آقای اینفانتینو رئیس کنونی فیفا ایراد گرفت آقای سپ بلاتر که چرا خاموش نشستی
و تظاهرات تو ایران رو نمیبینی؟ چرا ایران رو از جام جهانی حذف نمیکنی؟ این به چه خاطره؟ اینا همش سوء استفاده است دوستان. همه این موارد سوء استفاده از جنبشه. هر اقدامی که دیدین و شنیدین لطفاً باورش نکنید در همون اولین کلام. باورش نکنید، یکم تحلیلش کنید و ببینید اون شخص، اون نهاد، اون سازمان برای چی این حرفو میزنه. خب نه اینکه تأثیری نداشته باشه. تجمعی عزیز ممنون شم جمع بندی کنید. بله جمله آخرم هم بگم، اینکه تجمع برلین انجام شد نتیجه داشت، نتیجهش هم همین کنش و واکنش های سیاسی احزاب داخلی آلمان بود. انقدر شد که حزب اسپده به سرکردگی آقای اولاف شولز مجبور شد بیاد به جمهوری اسلامی ایران بپره و دیروز پیروز بیاد این سخنرانی رو انجام بده. بی تأثیر نیست حرکت ماها خارج از کشور، بی تأثیر نیست تجمعات، و من خیلی خوشحالم که یه جزء کوچیکی از این تجمع پر سود داشتم. ممنونم. ممنونم آقای حسن‌زاده عزیز، کاملا درست می‌فرمایید. و اینکه یه نکته هم هست الان ببینید، خب خیلی از سیاستمداری دنیا، و الان دارم عکس‌العملشون میدم به این اعتراضات توی ایران، حالا به نحوی دارن حمایت میکنه، یکی توییت میکنه، یکی میاد توی مجلس صحبت میکنه، یکی میاد نمیدونم توی خیابون میاد به جمع معترضا میپیونده اعتراضات خارج از کشور، هر کسی داره یه کاری انجام میده. و دلیلش واقعا چی میتونه باشه الان این اتفاقاتی که داره میفته؟ این سیاستمداری که دارن الان واقعا اعتراض میکنن، واقعا یعنی دلشون به حال مردم الان سوخته که دارن این کارو انجام میدن، میخوان از مردم واقعا حمایت کنن که الان دارن این کارو انجام میدن، یا فکر منافع شخصی خودشونن؟ این خیلی مهمه که بهش فکر بکنیم. و حالا من یه سوال دیگه هم میخواستم بپرسم، حالا نوشته بودم اونم نپرسیدم قبلش، در رابطه با همین بحث تحریمایی که الان دارن خیلی تحریمایی که دارن علیه ایران انجام میدن. فلان کشور میاد تحریم میکنه، آلمان میاد تحریم میکنه، ایتالیا، اروپا میاد تحریم میکنه، واقعا تأثیر داره؟ یعنی با چه نیتی میان این کار رو انجام میدن؟ الان ما دیدیم که دیروز پریروز بود فکر میکنم یه نماینده مجلس، همین آمریکایی که داره یک کله الان میکوبه ایران رو تحریم میکنه و حمایت میکنه از معترضای تو خیابون و و و و، دیروز پریروز دیدم که توی اخبار نماینده، یکی از نماینده های مجلس و معاون قوه قضاییه در امور حقوق بشر رفته بود آمریکا که توی اون مجلس شرکت بکنه، توی اون جلسه ای که داشتن. یعنی شما الان توی این وضعیت، توی این وضعیتی که داره حقوق بشر سرکوب میشه توی ایران، دارن اینجوری معترضا رو میکشن، آمریکا میاد ویزا میده به دو نفر آدمی که میدونه جزء کسایی ان که داره معترضا رو توی خیابون میکشه به بدترین شکل ممکن، میاد ویزا میده و اینا رو دعوت میکنه به سازمان ملل توی که توی اون جلسه سازمان حقوق بشر بیان صحبت کنن و نظرشون رو بگن. من واقعا نمیتونم این دوتا رو درک بکنم، این دوتا مسئله رو نمیتونم واقعا درک بکنم. از این طرف میایید میکوبید که آقا شما دارید نقض میکنید حقوق بشر رو، از این طرف نماینده قوه قضاییه رو شما میان دعوت میکنید آمریکا که آقا بیا توی مجلس توی این جلسه هم صحبت کن در مورد حقوق بشر. این واقعا دوتا مسئله من واقعا درکش برای من خیلی سخته. جناب آقای دادخواه بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما رو. متشکرم. درود به شما جناب ناصری عزیز و همچنین همه همکاران عزیز و گرامی. ببینید این اعتراضا که اگه ما بخوایم برگردیم به اعتراضات قبلی و اعتراضات این سری، اعتراضات در پل مکمل همدیگه هستن و قطعا اعتراضات قبلی یک شروعی بوده برای اعتراضات این سری، اما واقعا یک سری تفاوت هایی هم با همدیگه داشتن. من سمت تفاوت اینجا یادداشت کردم که سریع این رو بخونم خدمتون که واقعا بفهمیم اعتراضات اونایی که به فکر خودم رسیده و مشاهده کردم. یکی این که توی این اعتراضات کل ایران با همدیگه همبستگی داشتن،
اعتراضات قبلی تا بلوچ‌ها اعتراض میکردن فوری میگفتن تجزیه طلبن یا به کردها به همین شکل برچسب تجزیه طلبی میزنن، ولی ما دیدیم که توی این اعتراضات کل ایران همبستگی خیلی خوبی داشتن، پشت هم در اومدن و کرد و ترک و بلوچ و فارس و حالا لور و همه اقوام و ملل ایران واقعا پشت هم بودن و پشت هم خالی نکردن. این خیلی به نوبه خودش حرکت جالبی. بعد اعتراضات قبلی رو ما دقت کنیم، معمولا شعار میدادن که اصلاحاتی انجام بشه یا مثلا بعد علیه شخص رئیس جمهور یا یکی از مقامات کشور، ولی این سری نوک پیکان متوازی خود شخص اول مملکت بود که آقای خامنه‌ای، خیلی باز حرکت بزرگی. و اینکه زنان توی اعتراضات قبلی نبودن، به این سری زنان اومدن، باز خیلی بزرگ بود و واقعا این سری اعتراض نبود، اعتراض نیست، یعنی میتونیم بگیم انقلاب، مردم دنبال اصلاحات نیستن، دنبال انقلاب برعکس سری های قبلی که همین اتفاقاته. و قضیه دهه 80 که دیگه همه واقعا الان اینو داریم میبینیم که دهه 80 از ما جرأتشون بیشتر بود و دانش آموزان دهه 80 میان تو صحنه و فریاد مرگ برمیگن، و در حالی که ماها که موقع دانش آموز بودیم متاسفانه این جرأت رو نداشتیم و حداقل رسانه تو موقع در این شکلی که الان هست نبود و ادامه دار بودن این اعتراضات. باز این یکی از تفاوتایی که با سری قبل هست، سری قبل خیلی زود این اعتراضات سرکوب میشد و مردم هم بعد چند روز واقعا پا پس میکشیدن، ولی الان ادامه دار هست و همین ادامه دار بودن هم باعث شده که الان ببینیم ما همین سیاستمدارای اروپایی و آمریکایی به خاطر این ادامه دار بودنه که دارن میان و صحبت میکنن. هر چند شاید ما به قول اینکه این دوست عزیزم میگفت اینا منافع خودشون رو در نظر میگیرن، ولی باز این اعتراضی که ما داریم الان انجام میدیم خیلی کمک میکنه. و یه حرکتی دیگه هم که هست، این سری مردم به نوعی اومدن دینگوریزی خودشون رو با این عمامه پرونی نشون دادن. حالا شاید زیاد خوب نباشه از این جهت، ولی باز از یه زد که اعتراض میکنن که این که ما آخوند نمیخواییم، باز این خیلی متفاوت با سری های گذشته. و اینکه حمایت خود همین سیاست مدارا سری های قبل در این اندازه و در این شکل نبود، این سری همین ادامه دار بودن باعث شد که این حمایت به شکل خیلی گسترده ای انجام بشه از جانب بیشتر کشورهای غربی. اینا مطلبی بود که بنده خودم به فکرم رسیده بود و تفاوت احساس کردم با سیره گذشته و خدمت رو اون عرض کردم. بنده مایک رو میکنم و میدم خدمت دوستان دیگه که وقت بذاره سرازیت بگیم. متشکرم جناب آقای دادخواه، ممنونم. و یکی از مهمترینشون در واقع حضور خانوما هست توی اعتراضات، یعنی 50% جامعه خب اصلا نمیتونه نادیده بگیره، داخل 50% جمعیت کشور هست و خب همیشه یه زورایی حضور کمرنگتر بوده، ولی این سری میبینیم که خانوما توی صف اول هستن، یعنی حتی جلوتر از آقایون هستن توی اعتراضات و این خودش یعنی بزرگترین ترسیه که ترس برای خود جمهوری اسلامی، یعنی بیشترین ترسش در واقع همینه که وقتی میبینه خانوما جلو باشن به طبع آقایون هم به حمایت از اونا جلو میرن و خیلی از این حرکت واقعا میترسه. جناب آقای طایف بفرمایید، خواهش میکنم. میشنویم شما. بله مرسی. فکر کنم جناب شفایی جلوتر از من دستشون رو بلند کرده بودن، اگه اشتباه نکنم. یا خواهش کنم باشه من یه کوتاه میگم، حالا جناب شفایی هم بشنوه که بعدا توضیحات کلی رو راحت‌تر بدن. اینکه جناب ناصری فرمودید دلیل سیاستمداران، همینطور که گفتم اولاف شول صحبت کرد و تو شعارای پسری فکر کنم یه آقای تو کل واسش نامه نوشته بود که آقای اولاف شول بیدار شو، و من دقیقا اون موقع با بچه ها صحبت گفتیم نه ما باید بگیم آقای اولاف شول لطفا بخواب، اینا بیدارن، اینا میدونن چی کار میکنن و دقیقا همینطوری گفتیم دنبال منفعت طلبی خودشون هستن. ما باید بگیم آقای اون سیاست مداران خارجی شما بخوابیم، بذاریم ما ملت ایران کارمونو بکنیم. دو ماه پیش تو آمریکا جلسه
جلسه بود که آقای رئیسی هم رفت اونجا سازمان ملل. خب رئیس جمهور فرانسه با ایشون دست داده بود و دیدیم که تو گزارش هایی میپرسیدن که در رابطه با حجاب بگو، در رابطه با چی با رئیسی صحبت کردیم، گفت درست میشه درست میشه. دیروز دیدیم همین آقا داره با خانم مسیح علی نجات دست میده. الان قضیه رو اصلا واقعا نمیشه گفت که ایشون اون طرفیه این طرفی، همینطور که دیدیم سال 57 هم خمینی از فرانسه اومد ایران و واقعا به نظر من اینا دنبال منفعت‌های خودشون هستن. درسته ما اینجا میایم بیرون تو برلین تو فرانکفورت همه جا و اینا رو وادار میکنیم به بعضی کارها، به بعضی حرکات‌هایی وادار میکنیم اینا حرکات‌هایی بکنن، یه قدم به نفع ما برن 99 قدم به طرف خودشون رفتن و الان واقعا میبینیم که تو آلمان چقدر بحران هست، بحران انرژی هست، قیمت‌ها خیلی سرسام آوره. من یه صابخونه قبلی داشتم آلمانی بود، تقریبا 3-4 هفته پیش، یه ماه پیش باهاش صحبت می‌کردم، بعد در رابطه با اوکراین صحبت می‌کردیم، گفت مشکلی نیست که ایران هست، سوریه هست، بعد آلمان میتونه از اینا انرژی بیاره، مشکلی نیست که. بعد من واقعا دیدم که این جامعه آلمان داره به چه چیزایی فکر می‌کنه، داره چطوری پیش میره که واقعا ما رو تو اون منطقه محروم نگه داشتن، یعنی خاورمیانه رو که اینجا خودشون به نحو احسن زندگی کنن. و در رابطه با تحریم هم که شما گفتین، بعد درسته واقعا قابل درک نیست که مثلا اینا چطوری ویزا میگیرن. کانادایی که دیه ماه پیش چند روز پیش 10,000 تا سپاهی رو تحریم کرد، خب 43 سال این سپاه داره میکشه، چرا الان تحریم میکنید؟ مگه نمیگین ضد حقوق بشرن اینا؟ مگه نمیگه آدم کشن تروریستن؟ خب الان چرا مثلا آقای حامد اسماعیلیون و گروهش فشار آوردن شما تحریم کردید؟ چرا مثلا 5 سال پیش 10 سال پیش تحریم نمیکردید؟ اینا به نفع خودشونن، ولی خب ما الان حالا شاید با سیاستمداران با یا با اونایی که واقعا در حوزه سیاست بالاخره میدونن، شاید بگن که آقا بعضی پروتکل هایی هست که مثلا ما نوشتیم، ما بین کشورها در جوامع بین المللی ما نمیتونیم نفس کنیم، اینا باید بیان. علت هایی داره که 100% اینا میرن و میان، ولی خب واسه ما قشر عادی که مردم عادی هستیم واقعا قابل درک نیست. مرسی. مرسی، ممنونم جناب آقای طایف عزیز. جناب آقای شفایی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. مرسی، خیلی ممنون. خب بحث خیلی مفصلیه و خیلی موارد خاص برای خودش داره. خب من صحبتارم گوش کردم، چند تا مطلب خواستم فقط کوتاه توضیح بدم. یکی این که فرق این در واقع جنبش یا این انقلابی که داره اتفاق میفته با اتفاقهای قبلی، یعنی با جنبش‌های قبلی، که اگر نگاه کنیم به سیرش ببینیم که در دهه 60 که جمهوری اسلامی یه نفس کشت، یعنی فرصت ها رو گرفت به بهانه جنگ و با اعدام هایی که انجام داد، تقریبا حرکت بزرگی انجام شد سال 1378 بود، جنبش دانشجویی که در واقع یک نقطه عطفی بود برای حرکت ها. و دهه 80 بحث انتخابات و جنبش سبز و اون اتفاق بود، و از سال 90 هم یه سری جنبش های کوچیک برای صنف اصناف مختلف بود که اونم من توضیح میدم بهتون، و سال 96 و عرض کنم که سال 98 و الان. خب اگر نگاه بکنیم یک اختلاف توی جمع اینا هست. مثلا اگر شما 78 نگاه کنید، یک حرکتی در کل تهران شد و همش هم در محدوده دانشگاه تهران. سال 88 هم همینطور، درست شهرهای دیگه هم بودن، ولی حرکت ها جمعی بود، همه گروهی حرکت میکردن. سال 96 هم همینطور، سال 98 هم همینطور. اما این جنبش فرق اصلیش با اونا تاکتیک کاری که اتفاق میفته. شما نگاه میکنید که در یک گوشه ای از تهران 100 نفرن، همزمان 100 تا در یک گوشه دیگه و در همون زمان 200 تا در یک گوشه، 50 تا، یعنی یه حبنی خود تهران حدود 10-11 قسمت تو خیابونای مختلف، محیطای مختلف تظاهراته. این باعث میشه که نیروهای سرکوب مجبور بشن پخش بشن.
و مستمر هست. یعنی شما در طول این دو ماه اگر نگاه بکنید عملا شما در هر شهری، مثلا حتی کرمانشاه رو نگاه کنید، فقط یه نقطه نبوده، خیابونای مختلف بوده. در خود سنندج هم خیابونای مختلف بوده و این همگانی بودن و نامتمرکز بودنش در واقع باعث شده که این حرکت ها طولانی تر بشه و در واقع نیروهای سرکوب هم به اجبار اون قدرت و توانایی ندیدیم. خیلی جاها دیدیم که بچه های معترض تونستن غلبه بکنن به نیروهای سرکوب با اون همه تجهیزات، و الان هم دولت ایران که میگه 40 تا از ما کشتن. خب اصلا برای من حالا کاری ندارم، ولی این نشانه قدرت این جوانای ماست. این یه مورد بود که روش کاری که دوستان ما دارن، یعنی من که نیستم توشون، مثلا جوانایی که اونجا دارن این کار انجام میدن، یکیش اینه. اما چرا قبلی ها باز شکست میخورد؟ کارهای قبلی صنفی بود. اگه نگاه بکنیم سال 78 دانشجوها بودن، خب به حمله دانشگاه، بعد انتخابات بود، رأی من کو، حالا با اتفاقای کوچیک دیگه، یا سال دهه 90 هم باز همینطور گرانی بنزین، و بعد سال 96 به خاطر اتفاقا و یک پارچه بودن اون اتفاقاست. اما اگر نگاه بکنیم اینا هم یه سری حرکات صنفی هم وجود داره توش دیگه، مثلا تظاهرات معلمی، تظاهرات بازنشستگان، کسانی که پولشون در بانک بوده و بانک پولشون نمیداد، کارگران هفت‌تپه، کارگران فولاد، کارگرای کمپانی‌های مختلف، ذوب‌آهن، اینا همه صنفی بوده. ولی خود اینا در واقع ماحصل همه اینا باعث شده که اون نسل قبل ذهنشون سرشار از سرکوب و خفقان بوده، نتیجتا جووناشون دیگه طاقت ندارن دیگه، یعنی راه رو یاد گرفتن، بلدن با توجه به اون مسئله به اصطلاح رسانه‌های گروهی که دیگه کاملا اثرگذاره. من در واقع موفقیت این جوونا رو در این می‌بینم، غیر از این آگاهی که بیشتر پیدا کردن و غیر از اون نگاهشون به اینه که جامعهشون برای اونا آینده ای نداره. یعنی یه جوان مثلا 14 سال 15 سال وقتی نگاه میکنه تو جامعه، میبینه مثلا پسر خالش، دختر خالش در تحصیلات عالیه، مثلا رفته شده پاکبان، رفته فلان اداره مثلا شده کارمند ساده، یا خونه نشسته داره از پدر مادر پول میگیره زندگی میکنه و مسائل اینا رو چون میبینن و این قضایای اختلاس و رانت و اینا یه در واقع چون وحشتناک شده و هیچ عکس العملی هم دولت نشون نمیده، حتی برای آگاهی مردم هم وجود نداره، این نسل جوان دیگه اینا رو درکش کرده، یعنی پذیرفته و همین دلیل دیگه آماده است. و بهترین اتفاق دیگه که افتاده اون همبستگیه، حالا شعاری که انتخاب کردن و همبستگی که در جامعه ایجاد کرده، دیگه نگاه به این نیستش که حالا میگن تجزیه طلب هم در صورتی که اصلا هیچ وقت اهل تجزیه نبودن، همه هم دنبال زندگی خوب هستن برای رفاه و زندگی خودشون، در واقع هر کسی هم داره کار میکنه. یه مطلب حالا من سعی کردم خیلی کوتاه بگم، اما یه موضوع مهم دارم، اصلا توجهی به کارهایی که در خارج از ایران میخواد اتفاق بیفته نکنیم، چون اتفاقایی که در خارج از ایران میخواد بیفته، اونایی که ایرانی هستن مثل ماها هستن یا مثلا میرن خیابون تظاهرات میکنن و فلان، اونا میخوان نظرات خودشونو به ایران منتقل کنن. دولت ها هم که سیاست مدارن، اونا اصلا منافع حزبشون، منافع شخصیشون، اینا اصلا برتری داره، اصلا به من و تو فکر نمی کنن، یعنی به من و تو ایرانی فکر نمی کنن. اگرم نظری بدن برای حفظ فضای سیاسی خودشونه. برای همین من اصرار می کنم زیاد
توجه نکنیم، یعنی در خارج هر کس هر کاری داره میکنه بکنه، ما خود ایرانی ها داریم پدر خودمون تو خارج در میاریم. در لندن طرف داره سخنرانی میکنه، داره حرف میزنه برای اتحاد، برای میریزن تیرمونشون رو به هم میزنن، در فلانجا میریم میبینیم میریزن این کار رو میکنن، یا میریم مثلا یه جای میریم دوتا پرچمه، این به اون فوش نیم به اون فوش. اینا رو باید گذاشت کنار، اینا رو باید ماها یاد بگیریم که ما الان یک هدف داریم، رفتن جمهوری اسلامی و آزادی برای همه مردم ایران. یعنی این اون اصل باید باشه. این که حالا نمیدونم، حالا اسم دلم نمیخواد بیارم، این بابا بیاد یا اون بابا بیاد یا این یکی میخواد یا اون یکی بیاد، اصلا اینا نمیتونن تعیین کننده باشن، ولی میتونن متاسفانه سوء استفاده کنن. ولی من استدعا میکنم اصلا به این مسائل خارجی دقت نکنیم، توجه نکنیم. اما چند تا حرکت بسیار زیبا انجام شده، جامعه جهانی رو وادار کرده به عکس العمل. یک خود حرکت های خود مردمه که در داخل کشور هستن، یعنی اون حرکت هایی که خود مردم کردن با دست خالی تونستن این همه شعارهای سالم، شعارهای خوب، حرکت های سالم انجام بدن، این خودش یک امتیاز بوده برای ما. بعد به غیر از این قضیه، حرکتی که در خود مونترال فکر کنم انجام شد، در کانادا، در برلین و در خیلی از کشورها و مراکز بزرگ، جمعیت های ده هزاری اومدن تو خیابونا و نشون دادن که ما یک گروهی هستیم، خواهان چی هستیم، و این اون مهمه. اما اصلا توجهی من و شما نباید بکنیم به این که فلان رئیس چی گفت، فلان قهرمان چی گفت، فلان کیک چی گفت. اصلا حتی منظور از قهرمان کریمی و دایی و اینا نیست، قهرمان منظورم آدم هایی که خارج از کشور هستند، دولت فلان، دولت فلان، آقای اوباما چی گفت، آقای بایدن تصمیم گرفته، الان مثلا بحث روز بوده که دولت دموکرات ها در مجلس موفق، در مجلسشون موفق شدن. اینا یه اطلاعاته، یعنی اصلا نیازی به حرکتی که در جامعه ما اتفاق افتاده نیست. ما حرکتی که خود کانونم الان شروع کرده، من احساسم اینه که بسیار خوبه، و همین که جلسات برگزار بشه، دوستان ما بتونن جلسات وسط هفته رو حتما زنده نگه دارن و بیان صحبت بکنن، مخصوصا کمیته ها قراره گزارش تهیه کنن برای 40 روز 50 روز آینده گذشته، آمار بیارن، نه آمار فقط عدد بخونن، دلایلشو بیارن، تفسیر بکنن، تحلیل بکنن، حالا یک یا دو نفر از همکارا این کارو بکنن، و بحثای اینچنینی که مردم ایران هم واقعا بدونن که چه اتفاقایی در درون کشور افتاده با یک مثلا گوش کردن دو ساعته، مثلا در بخش مثلا کودکان چه اتفاق افتاده، در بخش ادیان چه اتفاق افتاده، در بخش زنان یا محیط زیست یا کارگر و و و و اینا چه اتفاق افتاده. این به نظر من میتونه خیلی مفید باشه و میتونه برای جوان ما که دنبال آتش داره برای آگاه شدن، بتونیم این شانس رو براش ایجاد بکنیم. خسته نباشید، مرسی. متشکرم جناب آقای شفایی، مرسی از شما. قطعا هم همینطوره، آگاهی مردم انقدر بالا رفته که واقعا دیگه هیچ کس چشم امیدی اصلا به خارج از کشور نداره، یا به فلان دولت و فلان دولت واقعا کسی اصلا دیگه فکر نمی کنه. یعنی قشنگ میشه از شعارهای مردم فهمید، و تو همین جمعی که خودمون هستیم الان صحبت میکنیم، واقعا همه بچه‌ها نظرشون همینه، همه میدونن، واقعا درک کردن، رسیدن به اون آگاهی که دیگه هیچ دولتی فکر مردم ایران نیست، هیچ حکومتی، هیچ کشوری فکر مردم ایران نیست، همه فکر منافع کشور خودشونن، اولویت با اونه. بعد حالا اگر که منافعشون با منافع مردم ایران در یک راستا باشه، خب میان حمایت هم میکنن، در غیر این صورت همچی چیزی رو ما نمیدیم. مرسی از شما، مرسی از همه دوستان عزیز، همکاران گرامی که امروز توی جلسه امروز شرکت کردید. جناب آقای شفایی هم فرمودن در مورد جلسات ویژه، من هم خواستم این نکته رو دوباره یادآوری کنم که هر روز داره توی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران جلسات ویژه‌ای ساعت 6 بعد از ظهر برگزار میشه، روز دوشنبه تا جمعه. خیلی خوبه که ما همه با همدیگه در کنار همدیگه
توی این جلسات شرکت بکنیم، صحبت کنیم، نظراتمون رو بیان کنیم، تبادل اطلاعات بکنیم و همین بحث آمار دادن ها یه جلسات هم بیاد در رابطه با اتفاقاتی که افتاده در طول 2 ماه گذشته آمار بدیم و بیام در موردش صحبت بکنیم. از همه دوستان دعوت میکنم که حتما توی این جلساتمون شرکت بکنن. سپاسگزاری میکنم از همکارانی که امروز در برگزاری این جلسه به ما یاری رسوندن. منشی جلسه سرکار خانم لیلا ابوطالبی، ضبط صدا و تدوین جناب آقای اسفندیار سنگری و آقای صدر و مجیب یزدانی و ادمین ها جناب آقای آرشا کچویان و آقای داوود لطفی. من ختم جلسه رو در ساعت 19:50 در تاریخ 13 نوامبر سال 2020